با سلام و درود برنامه جدید رو آغاز میکنیم هدفم از این برنامه اینه که مقداری یک گفتگوی آزاد با هم داشته باشیم در حال حاضر البته من کسی رو نمیبینم ملحق شده باشه فکر میکنم شاید به دلیل زمانه چون من مرخصی هستم روز جمعه است برای اونا که خارج از ایرانن امروز تعطیل نیست ولی برای اونایی که ایران هستن روز جمعه ساعت نه شب نه شب بله ده و سی دقیقه پسیفیک خب اگر مایل بودین لطفا ملحق باشیم میارم رو خط نایمدین هم مختصر صحبت میکنم بعد قطعش میکنم برنامه این گفتگوهایی که قبلا داشتیم به نظر میاد که اون اپیزود دومی رو که من در نظر داشتم به نظر یکم سقیل میاد با سوالاتی که مطرح میشه یا گفتاری که بیان میشه میتونم تشخیص بدم که مطلب این سنگینیه و تئوری ریاضی الکترومغناطیس کلاسیک یا الکترودینامیک کلاسیک اصلا میدان تئوری میدان یه چیزی نیست برای این برنامه اینجور به نظر میاد حالا میتونین فیدبکتون رو مطرح کنین و نظراتتون رو منعکس کنین ولی به نظر میاد که زیاد تمایلی وجود نداره بیشتر بحثاتون رو من میبینم خیلی پراکنده است راجع مسائل مختلف و مثلا به مثال دوستمون که زیادم خوشایندش نبود که من اشاره کردم بهش سوالاتی مطرح کنید که مستقیم و به طور دقیق روی یک مسئله خاصه اگر جزئیاتی فرعی میرین زیاد مفهومی برای من نداره و وقت من براش نمیذارم ولی اگر که به صورت مشخص باشه و چیزی نباشه که به طور مستقیم روی گوگل خودتون بتونین چک کنین مطرح کنین من تا اونجا که میتونم بهتون کمک میکنم و حرف من اینه ولی منظور دیگه من ندارم ایشون ناراحت شده از رو شبکه خارج شده که خارج میشه اون اختیار خودشه ولی منظور من اینه با کسی هم من نه تعارف دارم نه شوخی میکنم نه چیزی شوخی اونا به کنار این دوستانی هم که من نمیدونم چطوری رو این شبکه میان یا اتوماتیک برای اینکه عکساشون نگاه میکنم به نظر مصنوعی میاد این دختری که همتون دیدین اون دستور لمر که یک از دوستان مطرح کرده بود عمل کردم با اینویتیشنه در حال حاضر از طریق فراسوی افق ولی نمیدونم واقعا گرفتاری من چیز برای فروش دارن من تو مصنوعی به نظر میاد منم که من من مزدوجم برای ولی زیاد نقش برای من نمیتونم نمیتونه داشته باشه بعدم صادراتی بعد باید باشه چون اینجا که نیستن آدرس هاشو من یکیشون رو عکسشون دیدم بغل اون چیه تاور مال دوبی یه چیزی مثل سیل بوت میمونه یه ساختمون هتل فکر کنم از رو مشخصه که در محدوده ایران هستن یعنی تو اروپا یا امریکا نیستن ولی در هر صورت اون اونا باید زندگیشون رو بکنن کارشون رو انجام بدن هر جوری تلاش بکنن ولی این کانال برای اونا نیست متاسفانه بعد همجا خیلی روشن برای اون دوستان دیگه که روخت هستن و سعی میکنن یه به قول زیرابی برن و از این خط استفاده کنن نکنین من که حضب تو میکنم البته یکی از دوستان شروع کرده بود نه اعتمالا به صورت یعنی مثل روباتیک یه برنامه هایی رو میفرستن با یه عکسایی که ازجرت شده است و دستکاری شده است میفرستن که خودشون نیستن من اتفاقا اکثار هم چک کردم بعضیشون واقعا به نظر میاد طبیعی باشه البته جراحی پلاستیک شدن ولی مشخصا اکس های واقعی هن. فکر نمی تصویر AI ای, آی باشه AI یک مصنوعی بودن این درش هست که من هنوز میتونم تشخیص بدم مثل تصویر که پشت سرمه میتونی حس کنی یه چیز طبیعی نیست برای فکر نمی کنم همش هم روباتیک بود احتمالا میگم بحثشون سر اینه که یه ارتباط برقرار کنن یا یه چیزی برای معامله یا معاوضه دارن نمیدونم حالا جزیات مهم نیست منظور اه دوستان اه سوالات رو مطرح کنین تعارفی نیستیم هر موضوعی رو که دوست داریم مطرح کن حتی موضوعاتی که به نظرتون میاد که ممکن برای بقیه جالب باشه مثل این پست که جدید گذاشتم از دیوید نوبل خیلی جالب بود گفتار خیلی جالب بود از انگلستان. یک از انگلستان ایشون یکی از فیزیولوژیست های معروف و بحث خیلی کانتروورشیالی با ریچارد هاکینگ داکینگ داشت روی ژنتیک که ژنتیک الیاتی یا دیترمنستیک درست نیست من برای من خیلی جالب بود گفتم شما هم اشتراک بذارم اینجور مسائل اگر میدونین حتما اشتراک بذارین مورد مثلا اون لیزر پوینتر توی اه... کجا بود تو محاویه یا یکی از مناطق مال کالیفرنیا اون یک چیز نامفهومیه برای اینکه لیزر پوینتر نخیه نقطه نوری بالا پایین میشه این هیچ معنی برای من نداره حداقل نه به یوفو کار داره نمیتونین هیچ برداشت نمیتونین ازش داشته باشین بگیم واقعی هم هست و نیست این اهمیتی نداره مثلا اینکه که برای اویدنس یا اون محک زدن اینکه یک چیز از نظر تجربی مهمه بیشتر از این نقطه است که با لیزر پوینتر مثلا جواب میده من اصلا نیاز نداره بخوام خیلی روش فکر کنم که اونا یا تصویر واقعی یا یکی داره اول قول معروف سر کار گذاشته بقیه رو این اهمیتی نداره ولی اون ویدیو دیگه که یکی از اون اولترالایت ها ضبط کرده بود تصویر زوم که میکنین یه شکل به خصوصیه البته اون شکل به خصوص هم به نظر من ممکنه دیستورشن های اتمسفری باشه از روی شی گرد مثلا اوجاجات نوری بعد بدونین یه چی واقعی مست... واقعا تجربه شده است اوجاجات نوری هست به دلیل مثلا میراج حتما دیدین تو صحرا یا تو هوای داغ میبینین اوجاش پیدا میکنه تصویر تو افق تو زاویه پایین دلش تغییر دنسیتی هواست وقتی دنسیتی هوا تغییر میکنه رفرکتیو اندکس یا ضریب شکست تغییر میکنه به این دلیل که نور لیزر یا نور عادی دچار اوجاج میشه و چون اثر ترمال هست به دل کنوکسیون روی سطوح داغ مثلا شن روی بیابون این باعث میشه اوجاج یه حالت موس... مثل تداخلات تداخلای مال شوله بشه شوله ها. مثلا آتیش آتیش هم اصولا کنوکسیونه کنوکسیون هوای داغه به این دلیل که اون زبونه میکشه و اون این تغییر شکلا رو میده ولی شوله در بدون مایکرو گراویتی شعله کرویه اگر بدونین اصلا شکل خاص نداره بس به یک حباب گرد تشکیل میشه و تو سپیس استیشن کردن این کارو آتیش که درست کنین یه چیز کروی شکل میشه به دلیل اینکه کنوکشن وجود نداره جهتی وجود نداره تو میکرو گراویتی بالا معنی نداره بالا هر جهتی میتونه باشه و هیچ نوع چیز نیروی دان تغییرات دانسیته به خاطر جاذبه وجود نداره بنابراین شکل شعله بسیار میمونه اینو گفتم بدونین که تغییرات اتمسفری مهمه بنابراین اون شکلی رو که با زوم کردن اولا خود زوم بعد یه نکته در بگیرید زوم یه پروسه دیجیتالیه زوم اپتیکی یه چیز دیگه است منطقیه زوم قابل قبولی زوم دیجیتال دیجیت به پر پروسس سیگنال پروسسینگ یعنی تصویر رو میسازه براتون به واقعی نیست البته <تصفح> حدس میزنه که دقیق ترین تصویر چیه ولی باید تق... قبول کنین که الگوریتمایی که این کارا رو میکنن نویز هم قاعدتا دارن بنابراین زوم دیجیتال مثل زوم اپتیکی نیست از نظر کیفیت و اون تصویر با این حال به نظر من خیلی تصویر جالبی بود به دلیل اینکه خیلی شباهت به یه جت پک داشت به فردی که جت پک پشتش هست حالا بازم اونم یک به عنوان اویدنس شما نمیتونید به کار ببرین نکته خیلی مهمش در این تصویر یا ویدیو این بود که به طور مستقیم چیزی در مورد اون پرپالشن یا سیستم نیروی رانشی که اینو تو هوا شناور نگه داره وجود نداشت و من اون رو به عنوان نکته مهم میدونم یکی از نکات کلیدی تو یو ای پی یا همین UFO همینه سیستم پروپولشن یا سیستم رانشیشون مثل سیستم نیوتونی استانداردی که ما میفهمیم نیست تو چیزی که ما داریم و در درکی که ما از حرکت داریم برای بغ... خاطر مومنتوم و اندازه حرکت خطی شما نیاز دارین که یک تغییر اندازه حرکت به یه چیز دیگه بدین که اندازه حرکت خودتون تو تغییر بدین در سیستم بسته برابره امکان نداره شما بتونین یک شناوری در یه چیزی به وجود بیارین بدونین که رانش یا یک چیزی رو از خودتون دفع کنین دقیقا کاری که جت انجام میده کاری که هلیکوپتر انجام میده کاری که پرنده ها انجام میدن تمام بر این اساسه بر اساس مکانیک نیوتونیه مکانیک کلاسیک. در صورتی که اینم یادآوری کنم سیستم نسبیت عام به شما توضیح میده که گرانش چیزی نیست جز تغییر شکل فضا زمان در واقع ما به خاطر تغییر شکل فضا زمان به یه سمتی هل داده میشیم نه به خاطر نیرو نیرو یک اثر ثانویه به نظر میاد به خاطر تغییر شکل فضا مثل اون نیروی تایدل فورس که وقتی نزدیک سیاه چلو برین مثل آدامس کش میانید مثل اسپاگتی میشین اسپاگتیفیکیشن که گفتم اتونه نو دلیلش نیروی تایدل فورسه برای اینکه نیروها وقتی برابر نباشه عدم برابری نیروها باز چی میشه گرادیان نیرو میشه این گرادیان نیرو روی اون شی اثر میذاره در مورد بلک هول این اثر به صورت اسپاتیکفیکیشن یعنی بین سر و پا دو تا نیرو متفاوته شروع کنه میگیر میکشه در حالت میدان های شدید قبل از افق روی داد به قدر شدید میشه که از هم میتونه متلاشی کنه اون جسم رو بگذاریم این مفهوم مفهوم فضا زمان و نیرو یک قابلیت هم بهتون میده همزمان از نظر تئوریک از نظر تئوریک بهتون میگه که اگر بتونین به یه نوعی با یه با یه مثل یه ماده اگزاتیک یا یه چیزی بتونین تغییر شکل فضا رو برگردونین به حالت اقلیدوسی برگردونین به حالت فلت مثل یه خط منحرف در نظر بگیرین یه تیکش رو بگیرین انحراف بدین با زوره صاف بشه این تیکه صاف اون منطقه ای که شما اون سفینتون اونجا هست اگر این کار رو بتونین بکنین جاذبه رو حس نمیکنین دیگه این کاملا از مکانیک نسبیتی میاد یعنی چیز شق قمری و, و ماور و طبیعی نیست دقیقا تئوری نسبیت عام اینو بهتون میگه فرض البته فرض محالش اینه که اون ماده چیه چجوری جوری همچه کاری بکنین ولی اگر بخواین بکنین از ریاضی این کار امکان پذیره. این انحراف به سمت جرم سنگین رو میتونید منحرف کنید به فل فلت دوباره در یه نقطه کوچیک یه منطقه کوچیک نزدیک سفینهتون این کاری که بکنین ورپ میکنین فضا رو ورپش که بکنین اون تغییر شکل که میدین برش میگردین به فضای چی اغلیدوسی تخت سه تخت چهار تخت نه چهار منحرف این فضا زمان میدونید فضا زمان حالت ریمانیه یعنی فضای منحنه کنوکسه از نظر انحراف محدبه حالا این چی شد این بحث کنسلیشن یا عدم وجود جاذبه در یه محله حالا اگر بخواین رانش درش ایجاد کنین بعد اینو تیلتش بکنین این کاری که سرفرا میکنن اگر موج سوارا نگاه کنین رو موج سوار میشن چرا حرکت میکنن برای اینکه همیشه در مؤلفه رو قسمت شیب موج قرار میگیرن رو پیکش اگر قرار بگیرن رد میشه ازشون روی شیبش که قرار بگیره جاذبه با انحراف چیز اینو چکار میکنه یه معلفه افقی به وجود میاره که اینو هل میده جلو در نجه سرفر میتونه حرکت کنه در, در جهت موج حالا اگر همین کلک رو شما بتونین با این ماده اگزاتیک که بهتون میگم که نمیدونیم چیه ولی اگر بتونین همچی کاری بکنین نه تنها میتونین فلتش بکنین به صورت محلی در نزدیک سفینات اون وسیله نقلیتون در وسط هوا بلکه میتونین اینو منحرفش کنین به جهت مخالف مرکز جاذبه مثلا در مورد زمین حالا این چه اتفاقی میفته شما یه دفعه دچار احساس میکنین یه چیز داره هولتون میده به یه سمت دیگه میشه چی انتی گراویتی ضد جاذبه در واقع شما رو هول میده به یه سمت دیگه در حالی که هیچ نیروی رانشی هم ندارین البته نیروی رانشی رو با به دلیل میگم سرفینگ انجام میدین به خاطر اینکه رو موج فضا زمان سوار شدین متا این میگم از نظر فقط تئوری مفهومه ولی از نظر عملی اصلا نزدیک های تکنولوژی هم که ما داریم نیست اصلا ممکن چند صد سال طول بشه ما به همچین تکنولوژی بتونیم برسیم بنابراین این بعد بپذیریم که چیزی رو که فرزن مشاهده شده اگر که واقعیه تم... توانایی های اینجوری داره حالا چطوری به اون تکنولوژی رسیدن اون بحث دیگه است ولی مشخصا تکنولوژی ما نیست من این بحث رو چندین بار کردم درسته میگن او ملیتری و نظامی ها خیلی پیشرفتن و اله و بلا نخیر من خودم تو قسمت دیفنس و قسمت کانتر میجر من خودم یک پروژه هایی که ما میکردیم و دیفنس پول میداد این نیست اونام همون تکنولوژیایی رو که ما میفهمیم میفهمن این نیست که بگین مثلا یه چیز ماور طبیعی است نه نه این باور این کانسپیرسی های علکیه که دوستان بعضی ها باور دارن ولی درست نیست ملیتری باشین نباشین روس باشین چین باشین ایران باشین هر کی باشین فیزیک امروزی همین فیزیکی که میفهمیم تا اون فیزیکدانه که میدونین همینا رو میدونن این نیست که یه چیز مخفی کنن نه اتفاقا ما ها... کسانی که در شاخهای علمی هستیم همه خیلی آ... آماده ایم که راجع به کاری که میکنیم حرف بزنیم برای اینه که خیلی رو نمیتونن استخدام کنن تو کارهای نظامی برای که پرچونن میرن حرف میزنن توضیح میدن همه چی رو به همه به خاطر که ذات آموزش و تعلیم تو کاره اصلا یه فیزیکدان و یک دانشمند هست این نیست که بخواد چیزی رو مخفی کنه به خصوص وقتی یه چیز جدیدی رو هم کشف میکنه که به مراتب شعف و علاقمندی بیشتر داره که شعر کنه بره بگی به یکی برای اینکه واقعا چه معنی داره یه چیز رو کشف بکنه ولی به هیچ هم نگین این اصلا ارزشی نداره اینه که باورتون باشه اگر چنین تکنولوژی رو دیده شده بدون مال ماها نیست مال انسان نیست این محرزه برای من برای اینکه ما چنین تکنولوژی اصلا در محدوده تکنولوژیکی نیست یه چیز ماورا و اون چیزهایی که ما میفهمیم برای این اصلا بحث نداره این اصلا که یکی میگه نه نه اینا ملیترین و بلده و از این حرف مزخرف این صحبت ها بدانی که همینایی رو که ما میفهمیم اونا میفهمن دانشمنده تو چیزای نظامی از فضا نیمده همین تو دانشگاه های ما درس میخونن خیلیشون من دانشجون بودن تو زمان که درس میدادم خلبان بودن البته اون چند موردی که من داشتم یه مورد دیگه هم هستن یعنی نیچ. علمشون ماورای که میدونی نیست تکنولوژی نظامی پیشرفتتر از تکنولوژی صنعتیه این مشخصه تکنولوژی که دوی جنگنده بکار توی جنگنده به کار میره توی هواپیمای مسافری نیست اصلا ما یه پروتکل براش داریم پروتکلی داریم که آیتر میگن یعنی چیزی رو که از نظر نظامی محدودیت دارین حتی صادر نمیتونین بکنین به کشورهای دیگه ایران هم مشخصا جز لیست اون بالای بالاست هیچی بهش نمیشه گفت یا بهش صادر کرد برای اینکه تحریمه ولی به کشورهای دیگه هم ما نمیدیم حتی به کشورهای با رابط، در رابطه با ما اونها هم دریافت نمیکنن چیزا خیلی استراتژیک معمولا محدود منحصر به خود مصرف در امریکا در سمینارامون در سخنرانیامون ما این محدودیتی داریم حتی من در مثلا کمپانی من من برای شعبات بین نمیتونم بعضی چیزا رو بگم نیتو نو یعنی چی؟ یعنی برای دلیل نداره بایشون توضیح بدم برای مثلا بوینگ توی فلانجا این دلیل نداره اینه که این که در سطح میگم غیر نظامیه حالا فکر کنین در سطح نظامی چیه در سطح میگم هاش هاش اصلا هیچی هیچ هیچی رو بیان نمیکنه این علکی که بهتون چیز نمیدن که تاپ سیکرت و اینا نمیدن که دلش اینه که مطمئن بشن که زبون دراز ندارین برین همه رو لو بدین و اینا خب از این بحث بگذاریم منظور لو به مطلب اینه که خیر اگر به طور مثل اون سخنرانی و موردی که افشا کرده جریلان یه یکی از این نظامی ها مال وزارت دفاع تو روگن اومده بود جو روگن باش مصابه داشت یا مصابهش رو پخش کرد فکر کنم اومده بود مستقیم گفته و گفته نه ما تکنولوژیش داریم هوا اینا سقوط کردن دسترسی داریم بهشون و کاملا حرفای قبلی رو تایید کرد از زمان البته رازول به این ور رازول تو نیومکسیکو دی بهتون قبلا گفتم میدونیم که همچی چیزی بوده یعنی اتفاقات اینجوری افتاده نمیگن چند وقتی چند ماه پیش یه, یه سال پیش تو کنگره مطرح شد دوباره یه برنامه براش گذاشتن چون ترافیکشون خیلی زیاد شده ظاهرا و یک خبرهای خیلی خیلی سطحی و گونگ مطرح کردن هیچ افشاگری در کار نبود اون دیسکلوژری که همه منتظرشیم رو به وجود نیوردن ارائه ندادن و مطمئن میتونیم بگیم نمیگن هیچ وقت به طور مستقیم همینجوری به صورت همینجور کشدار و مریض یه،, یه چیزی میگن این یه چیزی میگن اونور ولی یه چیز باید براتون سوال باشه اصلا چه دلیل داره تو کنگره اینو مطرح کنیم این نشون دهنده یک چیزیه به قول اون قضیه روبه هست قسم تو رو باور کنم یا دم خروس یه مثال مسکه. که اگر اشتباه نکنم خب یکی از دوستان مثل که ام خب مدرو با سلام و درود ام صدای منو دارین تصویر دارین هلو خب تا ایشون میکروفونش رو آزاد کنه و بله داشتم اینو میگفتم مورد اگر میگم این بله دار بله بله سر... بسیار آقای دکتر بفرمایید بفرمایید سلام دارین عزیز من صداتون ندارم یه به نظرم نتورکتون یا کنده یا یه مشکل دارین ولی اگر تونستین دوباره وصل بشین مطرح کنین سوالی دارین خوشحال میشم خب بگذاریم بحث یو ای پی اگر که این گفته ایشون یه زمانی تایید بشه در یه دوره یه زمانی مطمئن میتونیم بپذیرین که این ساخت و پرداخته ما نیست ما مشخصا تکنولوژی اون میدونیم کجاست توی مقوله ها نیستیم خیلی دور هستیم از این بحث ها هنوز بحثم اون اینه که ماسک موشکش تو هوا منفجر نشه فعلا تا اینکه ضد جاذبه درست کنیم این حسن انقدر دور از ذهنه به من هوش مصنوعی شورت ترم تره با معنی تره ما به هوش مصنوعی ای جی آی زودتر خواهیم رسید تا به انتی گراویتی این خیلی واضحه برای من ای جی آی اصلا اصولا یک چیز از در بنیادی یه چیز خیلی غیر ممکن اصلا نیست به دلیل نکته که بهتون قبلا گفتم محدودیتش محدودیت انرژی نیست شما اگر محدودیت انرژی رو روی سیستم بذارین اون وقت نه ما حالا حالا صدها سال با اجیای فاصله داریم اجیای های انسانی چرا؟ به دلیل اینکه بین دو تا گوشتون یک نیم کیلوگرم جرم خاکستری بیشترش آب و چربی میتونه تمام این کارهای خلاقیتهایی رو که میبینی انجام بده در طول تاریخ و نزدیک اوورال از کل مجهت زیستی سه و نیم بیلیون سال میگذره که به اینجا رسیده در مورد انسان مدرن از میمون یه چیزی حدود ده کمتر از سه میلیون سال طول کشیده چهار میلیون سال بگین از زمان افریکانوست Uh, ولی انسان مدرن پینسی که میشناسین امروز نژادی که ما هستیم فقط حدود 250-300 هزار سال بیشتر نیست قدمتش یک موجودیت بسیار جدید رو کره زمین uh, میتونین بگین همینجوری یه دفعه از زیر خاک سر در آورده قبلا همچی چیزی ما نداشتیم رو کره زمین دایناسورها یک نسل بسیار موفق بودن در تاریخ منتها به دلایلی حذف شدن به دلایل تغییرات اقلیمی و شهاب ولی بعد از اونها پستانداران که تقریبا میتونیم بگیم دامینیت کردن دیگه و جالب بدونین پستاندار که بهتون میگم اول از محدوده موش شروع میکنیم دلیل که اینقدر شباهت ژنتیکی با موش داریم که یکی از بقول معروف رگه های اونا هستیم باور نکردنه ولی این چون در اون دورانی که دایناسورها هست شدن فقط رودنتا و همین گروه مثل سایز موش پستاندارای ریز تونستن نجات پیدا کنن و هز نشد و بقیه نسل های پستانداران که به وجود از نسل اوناست همه تنوعی که میبینین برمیگرده به اونا دلیل اون کامانالیتی اون همینه تمام دواها و ها همه چیز رو رو موش تست میکنن میدونین که دلیل شباحت های جدی ژنتیکی به انسانه و به بقیه پستان دارن موش یه مدل ساده است کوچیک پر تکثیر زیاد بنابراین بهترین حالا دور از مثلا انسانیت و قسمت های حمایت حیوانات که بحث دیگه است نزدیکترین حیوان به آدمه که بشه روش تست کرد و زیاد نگرانش هم نبود که از اخلاقی مثلا یک حیوان چیز رو دارین اذیت میکنین و فلان بسار البته همه اون بحث میگم انسانیش یه بحثیه که باید روش فکر کرد چون الان به یه نقطه رسیدیم شاید بشه شبیه سازی کرد نیاز نباشه حیوان رو تحت آزار قرار بدیم تا بتونیم یه چیزی رو کش کنیم اون بحث اخلاقی سواس که باید بهش توجه کرد من خودم موافقم با این مسئله فکر کنم از نظر تکنولوژیکی کامپیوترامون به حدی رسیده که بتونیم این کارو بکنیم خب اصلان به به صدامو داری نزید so, از، میکروفون تو آزاده اگر قطع شدی شد خب اگر تونستین دوباره برگردین رو خط خب کجا بودیم بحث اه... اون بحث هوش مصنوعی رو میگم هوش مصنوعی هیچ محدودیتی مثل محدودیت مغزی نداره به دلیل اینکه مقدار انرژی که مصرف میکنه محدودیت نداره میگم تو منطقه 6 تا 10 مگاوات الان این جی پی تی که میشنوین یک مجموعه است این مجموعه چند ده هزار سروری همشون مجموعه های چند یونیت جی پی یو هن که در مجموعه چیزی در منطقه یک تریلیون سل هن. مغز آدم صد بیلیونه صد بیلیون سل داره یعنی نوران داره اینها در منطقه الان جی پی تی چهار در منطقه یک تریلیونه اون جی پی تی چت جی پی تی که میبینیم بازی باش میکنین اون حدود فکر کنم 250 بیلیون چیزی اونم تازه از مغز آدم بزرگتره الان ولی اون جی پی تی چهار و دارنده این مرزا رو هی بزرگتر میکنن محدودیتی ندارن بعد اینو دقت کنید محدودیتی وجود نداره هر چی بیشتر سرورها رو به هم بچسبونیم بزرگتر میشه مونتا جا بیشتر میگیره و برق بیشتری مصرف میکنه این محدودیت برای مغز انسان وجود داره شما نمیتونید بیشتر از 25 وات انرژی به مغزتون بده همین الانشم قسمت عمده از انرژیتون منحصر به فرد میره برای مغزتون حتی موقعی که خوابم هستین داره مغزتون کار میکنه و انرژی مصرف میکنه خب واقعا اصلا باز دوباره رو خدم اگر دوست دارین تصویر و صدا رو هم داشته باشیم که سوالی داشته باشین لطف کنین واسه باشین اینی که ها رو بهتون قضیه ها رو گفتم فکر کنم قبلا از نظر کوانتومی یک بیت اطلاعاتی یک مینیموم انرژی لازم داره بهش میگن بسیار کوانتوم اطلاعاتی این کوانتوم اطلاعاتی یک مقدار مشخصه در یه دما برای مغز وقتی نگاه کنیم یکی واحدش بسیار نزدیک به این حد کوانتومی یعنی واقعا بهره من... راندمان بالا داره بهره بالا داره در مورد کامپیوترهای امروزی این عدد بسیار بزرگتره یعنی به مراتب تلفات انرژی بالاتره در کامپیوتر امروزی یعنی چی بهتون نشون میده نشون میده که افیشنسی و راندمان مغز بیولوژیکی هنوز میتونیم بگیم اصلا غیر قابل دسترسیه با چیز مجازی و مصنوعی بنابراین اصلا بحثی رو اون نداریم منتها مشکل اون نیست مشکل اینه که برق شما با فوتوولتایک میتونید یک منطقه دهکده بزرگ سولار پنل درست کنین به تمام نتورک برق بدین و یک هوش مصنوعی درست کنین به مراتب از آدم قوی تر باشه اینجا اصلا به نظر هیچ مشکل نداره منتها محدودیت اون جار رو در نظر نگرفتین اگر قرار بود بهتون بگن نه این هوش مصنوعی درست کنین تو سر یه آدم مصنوعی جا بگیره میگم بد نمیشه هم چی چیزی یه صد سال دوی سال کار داریم تا اون نقطه برسیم به اونم البته میرسیم اینم یادتون نره هیچ چیزی محدودیت به اون مفهوم ابدی نیست ببخشید من ببینم این مورد چیه اوکی این این سکمه من نمیدونم این چرا اینجوری میکنم اما بلاک میکنم زنگ میزنم خب خب بعض هوش مصنوعی الان خیلی داغ ای بارها من یه نکاتی راجبش رو میذارم روی پست میکنم روی گفتگو کانال گفتگو نمیدونم چقدر باش بازی کردین واقعا قدرتش و رشدش مهرز نمایی خطی نیست و ذره عقلی داره هی بزرگتر میشه درکشی داره بهتر میشه من اوایل که پارسال مثلا باش تماس داشتم خیلی ابتدایی تر بود الان کاملا برام واضحه که از هر بار که باش در تماس هستم یه چیز یاد میگیره مشخصا و میلیون ها نفر دیگه که دائما باش در تماس دائما داره یادگیری میکنه و اصلا هدف کمپانی همینم بوده که آزادش بذاره که با واکنش با, با, کار کاربرا چیز یاد بگیره ولا دلیل نداره این کار بکنم بدون یه نوع آبونمان و یه نوع فی که بخوان ازش پول در بیارن میدونی این نان نیست این زمانی که ماسک شروع کرد اوپن ای آی رو هدفش نان پروفیت بود ولی بعدا که ازش بیرون اومد تبدیل شد به فور پرافت بنابراین شرکتی نیست که بخواد کاری رو برای قول معروف برای خیر خیر الله انجام بده همین سلواتی نیست این داره میکنه که یه چیزی یاد بگیره که بعدا بهتون بفروشه یا به شرکت ها بفروشه چون تصور کنه الان میدونین که به عنوان برنامه نویس میتونه استخدام بشه بهتون گفتم الان به عنوان برنامه نویس وکیل پزشک همه اینا رو امتحانات عمومی رو پاس کرده با نمره خوب اینش جالبه نمرش تو 90 پرسنتایل یعنی ای میگیره از نظر سیستم آموزشی 90 از 100 میگیره مثلا این بی نظیره منبع اطلاعاتیش تمام اطلاعات انسانیته این نیست که تصور کنین مثلا محدودیت یادش میره چیزی یا محدودیت او اینو نه بلد نیستم این تیکر اون ما هاییم که خیلی من خودم رو به در دیوار بزنم فیزیک بفهمم ریاضی کم بدونم بیولوژی کم حالیم بشه شیمی بدونم این در سطح خیلی هاشیهی ای اون چیز اصلیم یه است موضوعی که بلدم به صورت تخصصی اگر به طور نرمال دارم میگم یه متخصص اینجوریه پالیمت دیگه نداریم اصلا کسانی مثل هیلبرت مثل فون نویمان وجود ندارن دیگه این باید بپذیرید ریچارد فاینمن یکی از اونایی بود که به نظر میمد پالیمت هنوزم ولی اونم نبود اونم در تاریخ مدرن بوده اونم دیگه این آخرین افرادی که پالیمت بودن اینایی که بهتون گفتم در قهر میستون من بیشتر از این چند نفری من نمیشناسم که پالیمت بودن فون مشخصا یکیشونه فون فرنوی... جان فون نویمان، باید بشناسینش یک عجوبه تاریخ که نمیشه با... اصلا باش کسی رو مقایسه کرد تمام ساختار کامپیوترهای امروزی رو مدیون اون هستیم و الان تورینگ آته الان تورینگ موردی نیست که نهایتا تبدیل شد شو به شبکه که میشناسین این فون نویمن تر فون نویمنه و یه مسائل دیگه کوانتوم مکانیک مدرن ریاضیات شاقه این فون نویمن نوشته یک ریاضیدان برجسته است که تو کارهای دیگه هم دخالت میکرده و آشنا بوده از اتوماسیون و سلور اتوماتا بگیرین تا هوش مصنوعی تا کامپیوتر تا ریاضیات تا کوانتوم مکانیک همینا رو آشنا بوده حتی من فکر کنم توی بیولوژی اون ژنتیک هم یه کارهایی کرده اگر اشتباه نکنم که پیش زمینه شد با کاری که شرودینگر کرده بود تو اه کار دوتای آقای اگر اسمش خاطرم بیاد کتابش این کتابش اینجا دارم فکر می‌کنم بله اونو که DNA ای رو چیز کردن با خانم رالند اینها اطلاعاتشون بس برمیگرده به اون هینتا و راهنماییهایی که کسانی مثل میگم شرودینگر تو زمینه زیست شناسی هم باوری داشت که تریت ارسی مولکولیه و بیسس دی این دی این ایه یعنی بسیارت مولکول باید باشه که بعدا واتسون کرک، کریک الان اسمش یادم اومد اه اینا مولکول هیلیکال دابل هیلیکس رو پیدا کردن با کمک خانم رولن ایشون اکس رای کرستالوگرافر بود تو همون تو تو انگلیس باش کار میکردن البته ایشون فوت کرد به دلیل سرطان پستان در سن کم و پست مثلی بینا بعد از فوتتون بدون نوبل نمیدن بنابراین جایزه فقط رفت برای واتسون و کرک. Uh, ولی اون خانم نقش اصلی رو داشت اکسری که داد باز شد که اینا مهرز براشون بشه این دابل هیلیکسه دو تا پیچ uh, مارپیچی پیچی به تنیده است با مولکولای قند و فسفات و اینا uh, اینی که uh, کجا بودیم uh, بله این پالیمت رو داشتم میگفتم پالیمت نداریم دیگه ولی هوش مصنوعی پالیمت پالیمت که چرز کنم تمام آگاهی انسانی درش هست در واقع یه نوع بانک اطلاعاتی جدیده که خودش فکرم میکنه قبلا بانک های اطلاعاتی داشتیم تو هارد درایو ها و لایبرری ها در تو مراکز اطلاعاتی همینا رو ذخیره میکنیم به انواع اقسام فرمای مختلف نوار مغناطیسی بگیرین قدیم که رو تیپ مغناطیسی بود تا دیسکای اپتیکی و دیویدی و امثال و الان که دیگه مدرنش مدل سالید استیت اینها هست نان والتال مموری هست الان ولی اطلاعات جایی نمیره حالا اطلاعات به عنوان چیز به قول معروف یک مفهوم خودش ارزشی نداره چرا برای اینکه یک سری نوشته است مثل کتیبه های سنگی مثلا در مثلا ایران یا مصر رو اینا رو نگاه کنی یا هیروگلیف اینا نوشته رو تو دیوار هیچ معنی خاص نداره موقع ارزشمند میشه که بتونین بخونینش و ازش استفاده کنین اگر بخونش ولی استفاده هم نکنین بونم باز به درد نمیخوره مثلا قابلیت ریتریوال و استفادهش برای یک دانش جدید اگر هم چی کاری بتونیم بکنیم بله این کارا رو دقیقا هوش مصنوعی انجام میده الان یعنی چی نه تنها اطلاعات رو داره بزنم ایشونو میتونم بیارم ماتین آقای ماتین رو دوست عزیز صدات رو... بله صداتونو لطف کنید بله سلام آقای دکتر بله خوبی از, از... رو ندارم البته بکنم ویدیو نمیفرستیم از کجا صحبت میکنین لطف لط کنیم مشخص کنیم از ایران هستیم من از تورنتو کانادا هستم او تورنتو اوکی بله خیلی خوشحالم از ملاقاتتون سراتون محبت کردین لطف کردین خب اگر تصویرتون هم مشکل نیست اگر دوست داشتین میتونین دوربینتون هم فعال کنین خیلی خوشحال شدم ما والا البته میدونم جمعه احتمالاً برای روز خوبی نیست برای دوستان غربی تو که کشورهای غربی برای که روز کاری من روز من مرخصی هم الان که این کارو میکنم ولی دوستان در ایران گفتن شاید یه فرصتی بشه بتونن بیان ولی ظاهرا کسی نتونه مثل که اینترنتشون انقدر کاری کردن که تقریبا میشه گفت غیر ممکنه بتونن لایف مثلا رو خط بیان آره خب ولی من خودم ایران بودم اینترنت خوبه اینترنت مشکل خاصی نداره یه ذره برنامه شما خیلی جنبه چیز داره یعنی اینترتینینگ یعنی آدم میشینه گوش میده واقعا لذت میبره حالا شاید دوستان دوست ندارن خیلی روال برنامه عوض شه به نظر من من متوجه نشدم اگر خیلی انترتینینگ پس برنامه دلیل عدم ملحق شدن به برنامه چیه اگر اینترنت شما مشکل نره مشکل چیه پس ساعتش که درسته که ساعتش من به وقت اونا تنظیم کردم اصلا پس درسته. مشکل چیه شاید نمیدونم شاید آه آه برنامه پرسش پاسخ باشه احتمالاً بیشتر استقبال بشه از بله این برنامه گفتگو دیگه گفتگو یعنی پرسش و پاسخ دیگه من درسته بله منم دیدم پرسش پاسخه من یه سوال فقط داشتم خدمت بفرمایید نمیدونم آف تاپیک یا آ... نه تاپیک وجود نداره این برنامه رو گفتم این برنامه تاپیک وجود نداره برای این برنامه من فقط برنامه رو دیدم نیاز هست بعد مدت ها. چون برنامه قبلی که میخواستم اجرا کنم برنامه تخصصی و دیدم هم انگیزه نیست براش فعلا برای صحبت ها اصلا یه چیزهای دیگه است حالا بریم به سوال شما تا بعد البته میگم الان, الان جوابی که شما به من میدین توجیه برای عدم شرکت. شکل شرکت در این برنامه نیست دقیقا تمام نکاتی رو که گفتین این طور به من نشون میده که توان ملحق شدن به برنامه و چیز رو دارن اگر اینجور که شما میفرمایید ولی اونجور که من شنیدم این که اینترنتشون رو تخریب کردن یعنی اینترنت به اون راحتی نیست الان حالا دوستان میتونن دوباره بله اون که کنن حرف اونو بگذاریم بله اصلا اصلا, اصلاً سپرایزینگ نیست که بالاخره هر, هر بلایی ممکنه سر اینترنت با هدف البته هدفشون این میخوان تا میتونن ارتباط ایران رو با مردم رو با بقیه جای دنیا قطع کنن که تو همینجور گیج بزنن ندارن چی به چیه و بیرون هم ندارن ایران چه خبره مشکل مثل در واقع ایدئالشون کره شمالیه دیگه دیگه چیز غیرعادی نیست بگین یه چیز تافته جدا بافته نیستن از این بدترش هم هست کره شمالی از این بدتره و اینا یه تمپلیت برای خودشون دارن که امیدشون اینه که به اون سمت برن ولی بعید میدونم بتونن این کارو با مردم ایران بکنن خب بگذاریم برگردیم به سوال شما بله من راستش راجع ارتباطات و اینا فرمودین من سوالم راجع به نیکولا تسلا و اون برج تسلا که روش خیلی خیلی هم کانتروورشیال بوده و حالا بیشتر میگن کانسپیرسی من میخوام ببینم واقعا در کلیف منظور داره امش... بله. بله این تسلا تاور واقعا امکانش بوده چون میگن آقای جی پی مورگن تخریب کرده اینو این چیزی که ایشون بله؟ و ارتباطش با اهرام مصر میخوام ببینم oh, اوکی oh, okay. یا بله بله فهمیدم سوالتون همین بود دیگه, دیگه چیز خاص بیشتر که نیست دیگه در همین مورد فقط برج تسلا منظورتون بود بله از الکترومغناطیس بله بله نه باست. هیچ من اینو بهشتون توضیح دادم من تو گفتگوها بر کانال گفتگو نه اون کانال اصلی فراسو و نه نمیدونم عضوش هستین شما بله بله. من اسمتون رو ندیدم اونجا اه یه تعداد محدودی یعنی مثل که 48 نه نفر بیشتر عذر نشدن دوست داشتین ملحق بشین به اون من تمام اینا رو هم دوستان مطرح کنم هم توضیح میدم هم ویدیو میذارم یه کانال مستقیم گفتگو بدون برنامه است یعنی همیشه میتونید سوالتون رو اونجا مطرح کنین من اولین فرصتی که ببینم جواب میدم در هر صورت این سوالی که شما مطرح میکنین سوال به جایی البته جوابش خیلی واضحه Uh, هیچ چیز حیرتآوری در برج تسلا وجود نداشته uh, یعنی چیز ماورا طبیعی یا چیز فوق از تکنولوژیکی نبوده در دوران خودش که این کارو کرد هدفش چیز دیگه بود هدفش این بود که یه سیستم رزونانس درست کنه با اتمسفر فوقانی بتونه انرژی الکتریکی رو منتقل کنه به یه جای دیگه بدون سیم خب این هدفش بوده هدفش این بوده بر اساس مشاهدات که کرده بوده میدونسته میشه از طریق جریان AC چون میدونی متغیر این جریانش DC نیست متغیر از نوع AC AC البته خیلی تمیزی نیست من در بیرستان که بودم درست کردم چیز تسلا رو به صورت دمپینگ آسیلیشنه یعنی چون از راه جرق زن اسیلیشن رو ایجاد میکنه اون زمان ترانزیستور و اینا در اون قدرت ها وجود نداشت اصلا اصلا ترانزیستور وجود نداشت در زمان که اون کار رو کرد اصلا هیچی نبود دایود هم نبوده تازه اون زمان همین چیزها رو بعد وجود بوده الکترومکانیکی درست کنه خب اه. و وقتی این کارو کرده میدونسته بو اصلا کلن بوبین تسلا یه بوبین رزونانسیه یعنی چی؟ یعنی یه طبقه مولد ولتاژ نسبتا پایین تر داره چون ده کیلو ولتی که با مثلا روم کارف هم شما میتونید همچه کاری بکنید بعد اونو ورودی یک سیستم السیه یعنی یک سیستم رزونانسی و تشدیدی خازنی سیمپیچی میدونی سلنوید یا سلنوید یا بوبین یا میگیم اندکتر اصطلاحات مختلفی دوستان به کار میبرن این تو فارسی من یادم سیمپیچ میگن یا بوبین میگن اینداکتور ما میگیم در انگلیسی اینداکتور اثرات مغناطیسی ایجاد میکنه یعنی سیمپیچ مثل کویل اگر درست کنین میدان مغناطیسی تشدید میشه مثل یا آهنربا. یه, آهن یه سیمپیچ رو در نظر بگیرین این وسیله یک معادل یک دو قطبیه یک آهنربای دو قطبی. این رو شما با یه خازن که وسیله کندنسر. به هم بذارین تو یه فرکانس به خصوص این دوتا با هم چیه همانگی دارن حالا وارد بحث خیلی جزیات نمیشه اگر آشنا نیستیم به AC ای اثر ایمپیدنس معروفه یعنی اثر مقاومت ظاهری این مقاومت ظاهری در رزونانس حضم میشه و اون تشدید میشه اون فرکانس حالا اینو که بغل اون ولتاژ ورودی میذارین این ولتاژ رو تو ترانسفورمر بیکم هم بالاتر میبره اگر نگاه کنید یه کویل خیلی دراز مثل برج درست میکنن اون کل ثانوی است کل سکندریه به قول معروف اون کل خیلی نسبتش چیزش حلقش بیشتر از ورودیه در اینجا افزاینده است ولتاژو بازم بالا میبره چیزی که اون درست کرده بود کلیف یه چیزی بود چند میلیون ولته یعنی در قسمت انتهاییش بالای برج چند میلیون ولت ولتاژ داره درست به دلیل افزایش از چند کیلو ولت به چندین میلیون ولت مونتا به دلیل اون کانتکتش که گفتم این نمیدونسته جور دیگه بکنم الکترومکانیکی مال اونا یعنی یه چیز گپ داره برق یه دفعه جرقه میزنه دو چهار مدار وصل میشه جرقه میدونیم پلازماست پلازما مثل سیم میمونه مثل سیم الکتریکی تون موقعی که این جرقه وصله و ادامه داره این آسیلیشن پیش میاد این رفت و برگشت بین خازن و این هی رفت و برگشت میکنه در حدود مگاهرتز فرکانس حدود مگاهرتز فرکانس اصلی رو دارم میگم آسیلیشن های جزی هم داره که خیلی مزاحمه باز اختلال میشه اصولا و این چیه این باعث میشه که سیگنال AC به وجود بیاد AC در ولتاژ میلیون ولتی اثرات ثانویه داره یعنی چی میشه به وسیله یک کویل دیگه جذبش کرد در برد کم نه برد زیاد ایده ایشون این بود که فرضش این بود که اینو میتونه انقدر قوی کنه برای همین اون ویندرکلیف پر از آهن به کار برده بود که آه، کلی استنکاوز و خلوزه آه، آه، کفری کرده بود که چقدر پول خرج کرده سر این برجه و احا. بعد لو داد بهش اشتباه دیگه این بود که لو داد به طرف طرف سرمایه گذاره طرف کاری نداره که تو بخوای چیز مفتی به کسی بدی بهش گفت آقا من میخوام برق مجانی بفرستم به همه جا که دیگه سیم هم نخواد گفت آقا من دیوانه شدی من این همه پول رو تو دادن مفتی به برق کی بدی مگه دیوونم مگه به که چی چه مرضی دارم چه کاری بکنم متوجه منظورم هستین یعنی ایده از نظر اقتصادی احمقانه است میتونیم بگین با دید کاپیتالیستی دید کاپیتالیستی بهتون میگه چیزی داری زحمت میکشی پول خرج کردی میخوای چیزی ازش در مفتی سلواتی که نیست که من خرج کنم بعد از اون پرت بشه نمیش کنم هم کاری به علاوه این که عملی نیست این کار میخوام این هم نکته تکنیکیش رو بدونین این کار عملی نیست به چه دلیل به چند دلیل یک باند فرکانسیش پهنه به کنترل فرکانسی نداره این سیستم با طریق نویز این کارو میکنه آقای اصلا هم دوباره میخواد بیاد رو خط بله این اشکال فرکانسی داره یک تداخلای رادیوی ایجاد میکنه برای چیزهای دیگه برای رادیو مثلا اگر رادیوتون نزدیک باشه هارمونیکایی که میفرسته تمام رادیوها باندای رادیویی رو میبنده من کردم این کارو که بهت میگم و نه که بگم خیالی این حرفا نه وقتی درست کنی میبینی تمام رادیوها رو خراب میکنه دور براتون این اه, اه, چیز داره ای ایجاد میکنه الکترومگنتیک اینترفرنس ایجاد میکنه این اشکال دومشه اشکال سومش بردش کوتاس بدون که تشعشع ضعیف میشه دور که میشین از این منبع منبع نقطه ای تقریبا برای اون بالای تاور دیگه این داره برق و میده هر که فاصله رو زیاد میکنی هی مقدار کاپلینگتون کم میشه کاپلینگ کم بشه مقدار جذبتون هم پایین میاد <applause> و حالا اینکه جز تو بقیه مواد هم هست این هم در نظر اتمسفر زمین اینا همشون ایمپیدنس دارن یه مقدار زیاد از این انرژی دیسپیت میشه به فضا و محیط بنابراین راندمانش بسیار پایینه اینه که آقای وایستنگ گفت آقا به اون زخرفات چی ولش کنه مثلا تو جوک نگو به من رفت ترتیب اون چیز داد همه آهمپارار هم فرستاد برای زوب که پولش یکم ریکاور کنه پولش که حروم نشه پولش و خیلی تسلا رو ناامید کردن مثلا اون بعد در نظر که تسلا یکی از نکات سایکولوژیکیش اینه که واقع نبود به یک دو بعدا دچار اختلالات روحی روانی شد خب مم. یه سری دیدگاهاش ریالیستیک نبوده بعد این رو بپذیرین مثلا خیلی جا با سیستمش رادیویش یک سیگنال های دریافت کرده بود الان ما میدونیم احتمالا از تاثیرات رادیویی جوپیتر بوده میدونیم مال زمین نبوده خب میگو من با الینا در تماسم برو بهش چی بگی نشکم یه نوع توهمات و هلوسینیشن های خاصی داشته تسلا از در روحی روانی یک آدم کاملا سالم نبوده اینو باید بدونین حالا من من خودم یکی از شیفته های با... نیکولا تسلا اینو در نظر داشته باشین ولی باید بپذیرم که بعض جا ایرادای اینجوری داشته خب ده ده. و یک توهمات مثلا راجب نسبیت مو گفته همش مزخرفه خب اینو از راجب... با من نمیدونستم که تسلا هم اینجوری آدم رادیکال و اه... به اخره اه... معمولا اه... اینجور آدم ها هم لازم دیگه آدم نه نه آدم. اصلا ببین این تناقضی با هم ندارن بله درست. موتور الکترومغناطیسی که درست کرده موتور انداکشن انداکشن انجن و مرور موتور تمام ساختار صنعتی تاریخ قرن 20 و 21 برق AC، تمام مدیون اونه بعد بله، خود رای رای ای مثل ادیسون ادیسون یک قالتاق یک کلاهبردار واقعی به نظر من در تاریخ باید بعدا ریویو بشه که ببین چرا ما اینقدر ای میگم ادیسون 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 میگه حرامزاده بوده به نظر من اون کساوتکاری و حیوونا رو اونجور قتل هم کرد سر من اون سحنه هیچ از ذهنم پاک نمیشه متاسفانه که فیل رو با برق ایسی کشت برای فقط اینه که تخریب کنه تسلا رو تخریب کنه کدوم حیوان این کار میکنه به من توضیح بده تنها برای منفعت مالیش این کار رو کرد خودخواهیاش ادیسون به نظر از اخلاقی پسترین افراد در تاریخه منتها بهش نمیگیم به خاطر اینکه خیال میکنیم لامپو درست کرده لامپ لامپو قبلش تسلا لامپ فلورسنتو اختراع کرده او که به مراتب راندمانش بالاتره ولی چی چرت و پرت امریکایی بوده اینو باید در نظر بگیریم تو سیستم امریکا خوب امریکایی رو هی پوشش میکنم بالا او ادیسون بله چیش مزخرفات من, من عصبانی میشم عصد. فکر به میکنم عصبانی میکنه که این پست موجود پست چقدر شهرت پیدا کرد چقدر از مالی قوی بود و جنرال الکتریک رو میدونید ادیسون بوده شرکت ادیسونه اسمش عوض شد به جنرال الکتریک یه بزرگترین کمپانی جهانه الان دیگه بلده. اون دیگه مشکل و اون های دیگه است من بله این آدمای آه. تصمیم میگیرن که دنیا به چه سمت بره دقیقا. در دنیا رفته به سمت این, این فترت این یکی از اون حرومزاده ها بوده که میگم به مراتب تا تونست با تسلا رو شزوندش به قول معروف و عذابش داد و از آزارش داد صرف این که این خطرناکه ایده هاش بسیار نوآوری داره و منو میذاره یه گوشه و آخرش هم همون شد <تصف> جالبیش اینه میگن کرس تسلا گرفت اونو ولی تسلام خودش اراده شخصی شو داشته. ارادهش البته میگم سایکیش مشکل به اونش نباید نگاه کنین فقط که مثلا بیمار روانی بوده. مثلا همیشه سه تا از هر چیز سه تا، نپکنیش سه تا بوده، کارد و چنگالش سه تا بوده. بسیار تمیز بوده. مک... چه چی میگن ماکروفوبیک بوده. از اینه که مثل اون آقای چیز بگو هیوز هاوارد هیوز میدونی هاوارد هیوز نه اون داستانشو همه چی رو با الکل زد دفونی میکرده یکم چه حالا جرموفوبیک بوده جرمو عدد, عدد سه که که ببخش آره. ببخشید این عدد سه رو می... من شنیدم داشته با بله بله. عدد سه و شیش آره. و نو و اینا رو آره بله. از روی اهرام سلاسه مثل که مونت... دیگه دیگه <تصح> آره اینا رو در این عدد سه رو بردم. منم هم شنیدم ببین دیگه وقتی آره... تو میخوای محمل بگی دیگه میگی دیگه دیگه مهم نیست کجا منبعش کجا باشه نه این اهرام مصر رو خیلی اینم باز اون سه بر یاده به اون دیگه اونم خیلی با اون تکنولوژی قدیم این درست کردن این واقعا جای آره سوالی که آیا یه سیویلیزیشن بوده یا نه, نه یعنی واقعا اون بحث نیست اون مشکل من با اون ندارم این ده. که برداشت هایی که شما میچسبونید به اون مسئله است برای من اون یه چیز خارجیه وجود خارجی داره برای خودش جهت قطبش به سمت ستاره شمالی و یه نوع، این سواره فلکیه اینا همش تضمین شده تایید شده و چندین هزار سال اونجا نشسته زلزله ده. اومده طوفان اومده همونجا نشسته ما هیچی نداریم به که ما میسازیم پنجاه سال صد سال دوام نمیاره به مدرن به تون رومی دو هزار سال اونجاست برای اگر میخواید راجع به حرف بزنین تمدن روم معجزات خودشو داره و او که اونا درست کردن هنوز تو ایتالیا هست به نگاه کنی هنوز بتونا هست موادی که ما درست میکنیم بتونای امروزی پل درست میکنیم برو ببین خراب شده تو سن پا پل نزدیک شما هم از مینیسوتا نزدیک است. پل اومد پایین پنجاه سال عمرش نیست خب میخوام بهتون بگم یه سری چیزا ترید uh, آف هست تو سیستم کاپیتالیستی اینو نمیم به کی بود به مادرم توضیح میدادم گفتم ببین همه چیز رو ما داریم تکنولوژی میتونیم بکنیم ولی نمی کنیم چرا؟ برای اینکه یه ای قوانینی هست تو میتونی یه هواپیما درست کنی صد سال کار کنه ولی میخوای بکنی بعد ما وقت ورشکست میشی اگر همچی کاری بکنی مرسدس بنز ورشکست داشت میشد در دهه هفتاد اواخر هفتاد که شاه شاه خدا بیامرز یک مقدار سهامو خرید میخواست نجاتشون بده و ایران مم. یکی از سهامه اصلی سهامداره اصلی مرسدس بنز بود اگه یادتون باشه دلیل چی بود در اینقدر خوب درست میکرد دیگه مردم نمیخریدن میخرید برای میداد به بچهش ماشین خراب نمیشه ماشینی که از فولاد و چیزش بهترین مواد به کار رفته این دیگه خرابی نداره بعد چی میشه؟ برشکست شد ماشینه امروزی وقتی میخریم پلاستیکیه من اه. دست میزنم میبینم ا <applause> اصلا موادش یه چیز دیگه هست عمدن اونجوری درست میکنن خیلی میکنین نمیدونن اون چرا اینجوری درست کردیم میگن که آقا جون من اگر خیلی خوب درست کنم این ورشکست میکنه یک مسائل دیگه پشت پرده است یه پارامترهای دیگر رو باید در نظر بگیرید آقای تسلا اینا رو نمیفهمید فقط دیدش یک ایدال... ایدالیستی بود که یک دید خاص داره با کپیتالیزم اصلا همانگی نداشت بعد بپذیرین اون مسائل تداخل کرد با چیزش و آخرش هم با, ت... با تاسف در فقر مطلق من محل اقامت رو رفتم یه طبقه آخر یه هتل هوتل هتل نیویورکر تو نیویورک سیتی و یه پلاک پایین هست من از اون عکس گرفتم ای... که نوشته اینجا تسلا زندگی میکرد اینجا جو فوت کرد و این فرم زندگی قبلا با اشراف میپریده نمیدونم میدونین نه خیلی اتوکرات بوده از خیلی لازا یعنی اصلا اون حالتی تصور کنی خیلی متواضع و مدل آینشتاینی که جورا پاش نکنه و نه, نه موهاش ولیده و نه خیر یعنی خبرانی دقیقا بگیم میلیمتری بوده همه کاراش ماش چه شکلی باشه کراواتش کتش فراگ بپوشه تو مراسم چجوری ره خیلی ات... یک ارستوکرات مطلق بوده با اینکه دوران فقر هم عبور کرده اصلا پرسنالیتی این بشر رو بریم بخونیم متوجه میشی چه کامپلکسیتی عجیبی تو این مغز این بشر بوده ولی کارهای سطحی هم میکرده نمیدونم فلان بعد اون های به اعداد و روش غذا خوردنش سوپش چی باشه ویژیتریان باشه اینو اونجوری نکنه ایج. دیگه یه مجموعه است بعد بپذینید ولی یک چیز رو نمیتونه انکار کنید تمام تمدن امروزی مرهون و کاملا مدیون این شخصه یک فرد تمام تاریخ رو عوض کرد این رو چه بخوام چه نخوایم اینه ادیسون اگر زمین و زمان به هم ببافه. هیچ وقت این موقعیت رو به دست نمیاره با کارهایی که کرد برعکس به نظر من در تاریخ بعدا جاج میشه که یک آدم بسیار پستی بوده به یک کارهایی هم که اختراعاتی هم کرده به گرامافون و شعر ولی کارهای دیگه که کرده نشون داد ماهیت شخصیتیش چی بوده که تسلا هیچ وقت این کارها رو نکرده اینو یادتون نره هیچ وقت اون کارا رو نکرده و این موردش هم که میخواست با ورنکلیف به همه برق برسونه نشون دهنده اون لیبرالیزم ذهنیش بوده که آقا تکنولوژی رو بعد به انسانیت داد نه برای یه گروه خاص این فهم بزرگتر از این بزرگمنشیش میتونید بفهمین که ناسیونالیست نبوده اصلا چی میگم یک دیدگاه های خاص انترنسیونالیستی و لیبرالیزم درش بوده که میخواسته به همه کمک کنه نه به یک گروه خاص و واقعا قدردانش باید بود برای کارهایی که کرده ولی این مورد خاصش اشتباه بوده به همین راحتیه هیچ نوع پیچیدگی درش نیست خودتون هم بخواین خیلی علاقه من باشی میتونید درست کنین من مدل کوچیکی شد نشونتون دادم من تازه ماژولیشن صوتی بهش داده بودم که موزیک پخش کنه اگر یادتون باشه دیگه برنامه خیلی جالب شما اینو گفتین تو دبیرستان درست کردی آره آره چیز خیلی, ساده یعنی اصلا پیچیدگی نداره هیچ پیچیدگی نداره خب و من توب فلورسنت رو دستم میگرفتم در دو متریش هم جور روشن بود همین راحتی مثلا لامپ نیون لامپ فیلامانی نمیتونه روشن بشه اینو یاد نره لامپ فیلامانی روشن نمیشه بلکه لامپ فیلامانی جریان مستقیم لازم داره جریان باید وارد سیستم بشه فیلامان داغ بشه که گلو کنه لامپ ادیسونی ولی لامپ پلازمایی مثل فلورسنت یا نیون از هم نزدیکیش که میشین این چیه شروع میکنه روشن میشه بدونه برق به هیچ جاش وصل نیست یا تو نره برق به هیچ وصل نیست با این حال روشنه و این دقیقا اثر ثانوی اون الکترومغناطیسیه که داره گاز چیزو رو یونیزه میکنه به دلیل تشهشو از اون سر خوب نیست ها بهتون میگم این قضیه سلور این سلور فونا میدونین تو چه فرکانسی کار میکنه؟ اینا تو چهار گیگاهرتزه تقریبا شبیه مایکروویو آونه یعنی اجاق مایکروویوتون تو همین فرکانس ها کار میکنه از ها 5G از این هم بدتره تو منطقه 60 فکر کنم 60 گیگاهرتز کار میکنه واو. یعنی چی؟ یعنی شما من اینو به به گوشم مغزم رو دارم همینجور تشهشو میدم الان تشهشو ایونیزیشن ریدیشن نیست ها اینو اشتباه نکنید اون تحصیل تشهشوات پر انرژی مثل اکس یا اولتراوایلت بالا یا گماری به وجود میاد اینها در فرکانس های پایین تره ولی انرژی رادیویی رو بیه چیزی بدین دراز مدت میدونین که این چیز سالمی نیست یک آلودگی حساب میشه حالا ممکنه سرطان بگیرین ممکنه نگیرین ولی آیا مریضیم مگه خودمون در شرایطی قرار بودیم که امکان چیزمون رو بالا ببریم ها؟ کدوم طبعاً. آدم سالم این کار میکنه من همیشه تلفن رو یا با سپیکر گوش میکنم یا با میکروفون دور که این منبع تشاشو از سرم دور باشه هیچ وقتم اینو تو اتاق خوابم نمیذارم هیچ وقت این کار رو خب ما به شدت آلوده با چیز رادیویی هستیم اینا قدرتشون هم بگم نزدیک چند وات ها به یا تو نره مدلی یک منبع واکی تاکی فرکانس بالاست که بردش یه چیزی نزدیک پنج مایله شیش کیلومتر کیلومتر بردشه تا تاور رو وصل بشین میتونه تا 5 6 مال یه جوری شبکه این تاورها این برجا رو جور درست میکنن که هر بار در یک فاصله همین رنجی بمونین این نباشه دورتر بشین دقیقه کردین بعض وقتا میرین توی نقطه کوکمر میخوام برید تفریق پیکنیک میبینین هیچ سیگنال نداری بلکه دور شدین از مقدار تاورای نزدیکتون از فاصله رنج این خارج شدین دیگه بعد صد فون لازم دارین مدل ماهواره ای لازم دارین برای اون حالت برای نظامی هم ماهواره معمولا ماهواره به کار مره. برگردیم به این حرف شما میخوام نتیجه گیری بکنم از این حرف که بله در برد کوتاه بوبین تسلا رو اگر به صورت اون رزونانس انجام بدین تشعشع میکنه و میتونه چیز رو دیگر هم روشن کنه تو فاصله نزدیکش مثلا بگین یک کیلومتر اینا مثلا چی اگر اون تاور رو اون بزرگی درست کنین ولی همزمان آلودگی رادیویی ایجاد میکنین هیچ سیستم نه تلویزیونی نه رادیویی دیگه کار میکنه نزدیک همچی چیزی خب ولتاژش میگم در منطقه چند میلیون ولت در زمانی که تسلا این آزمایشات رو میکرد تا چل مایلی صدای رد و برق میشنیدن بزرگترین رد و برقایی که ما در اتمسفر خودمون درست کردیم <applause> به وسیله دستگاه روسا تنها گروهی هستن که الان قابلیت دارن یه چیزی شبیه اینو دارن با مدرن البته اون در هوای آزاد این کار میکنن ما خودم آزمایشگاهی که داریم تا دو میلیون ولت تولید میکنیم بهش میگم مارکس جنریتور برای که رد و برق مصنوعی درست کنیم تاورش حدود برزه چهار طبقه است یعنی اون چیز اصلیشون بالا تا زمین ده پونزمت ارتفاعشه من اولی بار که آزمایشگاه رفتم به تکنیزیانه گفتم ای آقا چرا اینجوری گذاشتین این این به سخت نزدیکه خیلی میکنی گرویتی باید میشه زن برق بیاد پایین حالیتون بشه خطرناکه ممکنه برقش سربالا بخوره به لولای لولای آبتون و ارکاندیشنتون گفت چیه اکادمیکی پی گفتم آره گفت اینو هیچ کی از اون سوال نمیکنه همه میگن این وری خوب میره این دیگه گفتم نه آقا جون از این حرفو میگم تفاوت بین اکادمیک بودن و غیر اکادمیک ها البته چیز درست کردم بایپاس درست کردم این نبود که مثلا جرقه بزنه به سخت یه تیپ مسی گذاشته بودن اوورده بودنش پایین که به ریدوم یا به یه چیز دیگه رعد برق بزنن برقو میاره نزدیک پتانسیل به پایینه اگر پتانسیل رو نظری اون کره اون چیز بالاش اون توروید بالاش چنبره بالاش میتونه به جای دیگه رد برق بزنه تو کالیفرنیا من اگر تشریف ببرین تو رصدخانه چی بود اسمش تو لس آنجلسه. اونجا برین یه دونه از اینا رو گذاشتم برای این دمونستریشن رد و میزنه و خیلی سر صدا میده و خیلی. باید به تجربهش کنیم یه چیز واقعا جالبیه نکه که صدا داره هارمونیکایی داره تو باند شنوایی وقتی پلازما با شدت تو هوا بره یک انفجار کوچیکی حساب میشه اون شاک که ایجاد میکنه صدا تولید میکنه و صداش واقعا قویه یعنی اونایی که آشنا نباشن به لرز در میان یعنی از ترسش که این ای چی چیه چیکار داره میشه مثل انفجار تقریبا وقتی شما ولتاژ بالا رو شلیک کنید با جریان بالا خطرات جدی داره منتها یه نکته که هست اینه که اونایی که میبینین این کارا رو میکنن شیلد دارن یه چیز مشی مثل این چیزای قدیم شوالی های قدیم یادتونه یه چیز مشی از سیم بدنشون میپوشیدن که اگه شمشیر بخوره نبره بدنشون رو یکی همچی چیزی درست کردن برای اونایی که دموستریشن این کارا رو میکنن بدنش سرش میکنه کارگرای ولتاژ بالا اینو دارن ها به تو میگم بافتش تو بافتش تارای فلزی هست یعنی جورابشون هم حتی تور فلزی داره میرن به خط فشار قوی از هلیکوپتر میره میچسبه که کابل رو عوض کنه یا اتصالا رو ترمیم کنه و این حرفا بدنش کاملا تو حتی پوشش این شبکه فلزیه چه خاصیتی داره شبکه فلزی اگر آشنا باشیم میدان های داخلی رو صفر میکنه بهش میگن فراد کیج یا محفظه فراده اینو فراده مایکل فراده کشف کرد فهمید که میدان های درونی توی کاندکتوری هادی صفره به دلیل کانسلیشن نیروه این جهت میدان خارجیه به داخل نیست تو قضیه گاوس هم اینو بدونین متوجه میشین اگه چارج نباشه تو داخل فضا میدان وجود نداره همین راحتی این کلک که میزنن میرن نزدیک بوبین تسلا اینو یادتون نره درست فرکانس بالاست من با مدل کوچکش با خودم جرقه زدم یه دفعه یکی از معلم معلم شیمی بود اومده بود تا فیزیک اینجوری میکردم اینجوری با نوک انگشتم اینجوری رد و برق مزد نوک انگشتم گفت چی کار داری میکنی؟ گفتم نگران نماشیم فرکانسش بالاست بله شما ایران یه برنامه بود یادتون نمیاد شاید سن شما شاید نرسه یه زمان من یه برنامه بود برام مسابقه علمی من که از فینالیستاش بودم اون دوران تو شبکه آموزشی بعد این معلممون مرب... مجری برنامه شد بعدن مجری برنامه عوض شد این آقای اسمش دکتر مهربان اگر بشناسینش دکتر شیمی داشت معلم دبیرستان من بود بعد ایشون اومده بود چیز کارو کردم خیلی براش شوکه شد که چیزی میشه با نوک انگوش جرقه تول میگه این فرکانس بالا از پوست رد میشه بگذاریم داریم هاشیه میریم ولی واقعا جالب حرفایی که میزنین و این رو من فکر کنم حاویتونم همینه یعنی این صحبت ها و این برنامه ها و این بالاخره میگین از دبیرستان فکر کنم هابیتون این بوده و واقعا استفاده میکنیم از حرفاتون نوترین هابی که میگی این نکته خیلی مهمیه اگر شغلتون هابیتون بشه موفق خواهید بود دقیقا آره. ما البته هابیم خیلی وسیعه ما از زیست شناسی و ژنتیک هم همونقدر علاقه دارم که به فیزیک علاقه دارم تا... تخصص یه مسئله دیگه هست شما نمیتونید مثل جی پی تی ما نیستیم که بتونیم همه اینا رو بتونیم میگم پالیمت نیستیم ما دوران پالیمت گذشت اون زمان ابن سینا و نمیدونم فون نایمن و دیوید هیلبرت گذشته اون دوران دیگه وجود نخواهد داشت برای اینکه علم انقدر بست پیدا کرده و گسترده است که شما خیلی دیگه خودتونم فشار بیارین مثلا توی یه چیزی تخصص پیدا کنید خیلی خوبه دیگه آره این که ولی هابی به نظر من هیچکس جلوتون نمیگیره بست بدین افکار و مهارتاتون ولی سعی کنید اینجوری باشه یعنی بخوام موفق باشی من متاسفم بگم از نظر چیز فرهنگی ما یه اشکالی که داریم همینه ما زیاد توجه نداریم که مخصوص برای نسل بعدی بچه ها رو به تشخیص بدیم چی دوست دارن چی تمایلاتشون چیه تواناییاشون چیه بذاریم تو همونا بس پیدا کنن خب توجه اون اینه که کانالیزهشون بکنیم بگیم نه اینجوری بکن اونوری بکن من بهتر از تو میفهمم این این خوبه برو وکیل شو برو دکتر شو چی چی الان که مد شده میرم وکالت میگم وکالت که تموش قرب جی پی تی ت... مشکل وکالت رو از از بین میبره در آینده وکالتی وجود نخواهد داشت اینه که این پیش قضاوت ها خطرناکه میدونید و قابلیت های افراد مثل هم نیست یکی ممکنه علاق ابسترکت و نظری داشته باشه تئوریسین باشه ریاضی به خود بخونه یکی ممکنه با دستش دوست داره آرتیسته مثلا موزیسینه مثلا نقاشه مثلا مجسم سازه نمیدونم دوست داره مکانیکی بکنه مثلا اتومکانیک خیلی خوبیه اینو چرا میخواین زورش کنی یه کار دیگه بکنه مثلا هم کاری که خوشش میاد تو بکنه به مراتب هم بیشتر پیشرفت میکنه اگر اجازه رو بهش بدی شما نجاری برو نگاه کن نجاری به نظر میگی خب نجاری چی بگی مثلا بگی من یه حالت سناریو بگم مثلا بری پیش خواستگاری بری رو که چیکاره من نجار متخصص نجاری هم نمیخندن به فکر نمیدونم اینجا اینجا تو فرهنگ ای... ایران رو دارم اینجا خوب پول در میاره بله لولکش در امریکا و کانادا جز حقوق های خوبه تو کارگرا جی پی هم نمیگیره جاشونو ده جی پی تی هم نمیگیره <تصحیح> بله اون کارا رو هیچ وقت روباتیکس حالا حالا کار داره تا مشابه دکستریتی آدم رو بخواد پیدا کنه حالا حالا زمان میبره ولی میخوام به چیزگر بگم به عنوان مثال گفتم شما بری مثلا خواستکاری یکی بگی که من مثلا لولکشم من مثلا نجارم نه من برقکارم کم جا میخورن افتخارم مثلا بگی یا میدونی چی میگم خو... خود خودت میفهمی که ارزشمندی اونا نمیفهمن اه... مشکل درست. در اینه این ما فرنگی ایراد داریم برای چی برای اینکه مسئله مفید بودنه مسئله این نیست که شما چی کاره تو چی کار داری بگی مفید هست یا نه تو ممکنه ادعای فیزیکدان بودن هم داری مثلا دانشمندی تو دانشگاه درس میدی ولی آیا مفیدی واقعا در مقیاس خودت آیا به اون حد ماکسیمومت رسیدی یا نه مفید هستی یا نه اینکه فقط یه سری چیزا رو هی تکرار کنی به چهار تا دانشجو اونا نمره بهشون بدی این به نظر من اون قدری که خیال میکنی چیزش خیلی درجه بالای از عرض ارزش نیست به خصوص در دوران امروزی که همه چیز رو اینترنت هست اطلاعات الان شما میتونی MIT کورسای های رو رو آنلاین بگذرانی کورسای های هست مجانی میتونی همه را از بهترین استادا یاد بگیری خب مثلا اون نیست مثلا ما یه چیز دیگر رو باید منتقل کنیم به دانشجو یا به دانش آموز و اون کسی که دوست داره یاد بگیره اون انگیزه ها و اون پشن اون حس علاقه مندی و اون جذبی که میتونی به وجود بریم که یه عمر تاثیر بذاره روش این این تاثیر اساسیه که من سعیم خیلی چیز سهم جزی من سعی کردم تو این برنامه اون رو سعی کنم القا کنم نه اینکه فقط من ای بی سی دی رو به تو بگم تو خودت خود میتونی چک کنی اهمیتی نداره اون اطلاعات برای خودش زیاد مهم نیست نحوه استفاده از اطلاعات مهمه نو no هاو خب نو yes. no هاو اونها خیلی چیز کلیدیه مثلا این قضیه الان نیکولا تسلا که گفتی خب نیکولاتزی یک موضوعیه که تو اینترنت هست تو فلان اینا ولی خیلی ها نمیدونن که خب خب چی میتونی تو کانسپیرسی نگرش داری همش توی توهم که آی چی میشد اله میشد بله میشد اگر آقای نک... واش... چیز جور وستنگ هاوس اجازه میداد این بود نه این نیست به همین راحتی و این تیکشه که اون اه... ذهن انتقادی و ابجکتیو اه... رو باید تقویت کنیم اطلاعات برای خودش ارزش نداره اون درک از اطلاعات و نوع استفاده از اطلاعاتی که ارزشمنده و به صورت امیدوارم جوابتون رو داده باشم و با. سوال خوبیه بله بله با. خیلی عالی استفاده بردم خواهش با. در صورت اگر سوال دیگه دارین هستیم یعنی کسی دیگه الان مسکی از ایران که نمیتونن روی خط بیان اگر سوال دیگه دارین یا نکته دیگه از این حرفهایی که قبلا گفتم شنیدین یا رو خط بودین راجع به یو او, او, او نمیدونم این حرفا نه, نه من, من در جریان برنامه نبودم بعد راجع یو اف او حتما شنیدین که چند خبر جدید باز اومده و یک حرفایی زدن و بعد چند تا کلیپ هم دوستان پست کرده بودن یکیشون خیلی جالب بود از انگلیس بود برد که برد. با اولترا یه چیز بیزوی شکل اینجوری سریع سیاه رنگ رد شد بعد تصویر رو زوم کرده و یه شکل خیلی بسیار خاص داشت مثل کسی که جت پک داره مثلا ولی هیچ چیزی هم زمنا ازش نمی آمد بیرون این بحث بود که هم اون چیز تیک تک هم اگر ویدیو ها شدیده باشی مال رزارت مال نیرو دریای امریکا اونم هیچ چیزی ازش خروجی نداره خب مثل برد. پروپولشن عادی نیست چون شما وسیله نقلیه تو هوا باید یه چیز رو اندازه حرکت به یه چیزی بده که خودش اندازه حرکتشو رو تغییر بده ما این قانون مکانیک نیوتونیه یعنی شما نمیتونین اونو نقض کنین تا اونجا که ما میفهمیم خب این یو اینطوری نیست هیچ چیزی خاصی ازش بیرون نمیاد زنه حرکت هم میکنه تغییر جهت هم میده لحظه ای این, همون فضا زمان رو بند کردنه درسته؟ بحث من اتفاقا همین بود که شما در دیدگاه تئوریک که امروزی مونم اگر فقط نسبیت عام رو بفرمین یه مقداری متوجه میشین که فضا زمان مفهوم نیروی گرانشیه چیزی که به اون نیوتونی میگفتیم نیروی نقطه به نقطه تبدیل شد به چی؟ انحراف فضا زمان دلیلی که به صندلیتون چسبیدین به دلیل این نیست که نیرو بهتون داره وارد میکنه در اینه که توی یک میدان غیر محتقارن قرار گرفتین که مرکزیتش یه جاست به بیرونش که میرین باز میشه انحرافش کم میشه این انحراف زیاد به سمت جرم یک گرادیان ایجاد میکنه پتانسیلی که اون معادله اون چیزی که میگین تجربه ای که میگین نیرو بهتون داره وارد میشه که به صندلیتون دارین فشار میدین خو؟ خب؟ <applause> حالا اگر که اون رو بتونین بپذیرین متوجه میشین که در حالت تئوریک نه در عملی میتونین اگر بتونین یک چیزی درست کنین که جرمی باشه که بج... اگزاتیک ها نمیگم هست ما نمیفهمیم چیه ولی اگر بتونین این به چرخونینش به تختش کنین یا منحرفش کنین معکوس یه دفعه چیه سواری میکنین آه. به تختش که برسونین جاذبه از دست میره در محلی که قرار دارین جاذبه نخواهد بود از نظر انشتنی نظر انشتنی ریلاتیویستیک بهتون میگه که اگر انحراف فضا زمان رو در یک منطقه از بین ببرین چیه جاذبه وجود نداره مثل در واقع خیلی شبیه اون سقوط آسانسوره که تجربه شخصی خودشه تو برن وقتی تو مرکز اختراعات کار میکرد بعدا انوان کرد این بزرگترین شهود در ذهن من این بود که تصور هم این بود که تو آسانسور کابل آسانسور قطع بشه چی میشه هیچ گراویتی جاذبه احساس نمیکنین دیگه سقوط آزاد داریم میکنید خب او؟ بله, بله اونجا بله. بود که یه نکته ای تو ذهنش جرقه زد برای من اتفاق افتاد خودم داشتم به یه،, یه توتور بودم یه زمانی معلم خصیه دختری بودم زمان <تصفح> که نظامی بودم دوره طرح سربازی رو میگذروندم درس می هم میدادم همزمان یه دفعه داشتم برای ایشون داشتم توضیح میدادم راجع به آزمایش پاندول بعد گفتم این کابل پاندول قطع کنی چی میشه یه دفعه سقوط آزاد میکنه در اون نقطه آخرش خب یه دفعه برای منم جرقه زد همون اتفاقی که برای اون افتاده بود تو برن یه دفعه من یه دفعه برای خودم هم این اتفاق افتاد حس کردم یه چیزی دوزاریم افتاد به قول محروف. که گراویتی فقط معنیش این, این مفهوم تغییر شکل فضا زمانه اون نیرو نیست خب این باید براتون این حس به وجود بیاد تا میدونی چی میگم البته بعدا وقتی با چند تا نسبیت متخصص نسبیت توی کنفرانس فیزیک تیرا، تو ایران تو اصفهان یکی از دوستانم خب؟ نمیدونم میشناسینش آقای اه... اسمش رو بذار اه... الان اسمش خاطرم نیست یکی از دانشمندان معروفیه دو هم دوره ای منه ایشون نسبیت متخص نسبیته به با بهش مطرح کردم گفتم تو تنسور خمشش اون عضو درجه دوش غیر صفره و بعدا البته خودم متوجه شدم درست میگه خورم خورمی اسمش اگه اشتباه نکنم پروفسور خورمی پروفسور آره آره, اره هم کلاس هم دوران منه ایشون متخصص نسبیت ام اینجوری گفت البته خیلی تکنیکال گفت ولی بعدا من خودم بررسی کردم متوجه شدم تو مختصات محلی در یک فضا زمان کوچیک سگمنت کوچیکی از فضا این حرف انشتن درسته در مقیز بزرگتر درست نیست, نیست حرف خودش حتی درست نیست برای چی؟ برای اینکه خمش فضا غیر خطیه ترم اولش صفره یعنی سقوط آزاد یک آسانسور در نزدیک یک منبع جاذبه معادل چیه معادل یک محیط بدون جاذبه است تنها در ترم اولش برای چی برای که منبع نقطه ایه منبع گرده مثل کره زمین خورشید سیاه چاله اگر فضا تخت بینهایت بود مثل خازن و منبع جاذبه بود نه حرف درست میشد تقریب خوبی اونجا که وقتی شما سقوط آزاد میکنی عامل ترمای بالاتر درجات بالاتر نداره تو تنسور خمشت در نجه نمیتونی تشخیص بدی که با فضای بدون جاذبه یکی هستی دقیقا یکی یک هستی هیچ تفاوتی نداری ولی به دلیل انحراف فضا زمان به دلیل نقطه بودن و موضعی بودنش یک ترم ریز دیگه داره که صفر نمیشه و میتونی تشخیص پایین آسانسور با بالا آسانسور یکی نیست یه ذره انحراف داره خیلی کو کوچیک ها ولی هرچه آسانسور فضاش کوچیکتر بشه در نقمیاس جاذبه زمین میتونیم بگی تقریب خیلی خوبیه یعنی بین پایین آسانسور بالا آسانسور یکیه و شما دوچار تایدال فورس نمیشی که اسپاگتیفیکیشن ایجاد بشه دیدید منظر چیه؟ این تغییر به خاطر اینکه نقاط داخل اون فضای مورد بررسیتون عین هم نیست دقیقا مفهومش روشنه چی میگم؟ حالا بله بله. این در حالتیه که سقوط آزاد بکنید اگر که یه شناور یک موجود شناور یه سفینه میبینید تو آسمون در جوری واسطه تو وسط واسط، واسط هوا نه چیزی داره نه پروپوشن این هم ویدیوهایی که دیدین این چه جوری کار میکنه این باید مجبوره اگر نسبیت عام رو باور کنین مجبور فضل زمان رو برش گردونه به حالت چی تخت که جاذبه وجود نداشته باشه به صورت محلی در یک ککون یک مجموعه دورش فضا صاف شده فضا زمان رو دارم میگم در چهار بود تخته پیله. دوسته. پیله مثل پیله, مثل پیله مثل پیله مثل دورش یه فضا رو تونسته ورپ کنه ورپش مونتا برعکسه یعنی ورپ فضا زمان عادی رو برگردونه به فضای اغلیدوسی دوباره دو به فضایی که مسلس هنوز 180 درجه است دوباره مشخصه چی میگم حالا این میشه شناوری برای اینکه بخواد تکون بخوره بدون اینکه چیزی بزنه بیرون ازش باید چکار کنه باید انحراف معکوس بده به جهتی که دوست داره حرکت کنه دقیقا کاری که سرفرا میکنن موج سوارا همین کارو میکنن نگاه کنید موج سوارا هیچ وقت جهت دیگه خلاف موج نمیرن موجی که جهت اونا رو تعیین میکنه دقیق کردین سوار موج میشن جلو موج میفتن اگر بالاش بیفتن رد میشه ازشون اگرین با جتسکی میبرنشون نزدیک موج میندازه خودشو جلو موج نه بالای موج یا پشت موج اگر اونا شده که هیچ اتفاقی نمیفته رد میشه ازش ولی اگر جلو موج بیفته رو سلوپ موج همینجوری پشت میشه به جلو دقیقا کاریه که اگر بتونین فضا زمان رو منحرف کنین به صورت ویل یعنی لحظه که اراده کنین با تکنولوژی که درست کردین فضا زمان منحرف بتونین بکنین چرا میتونی حرکت کنین بدون که چیزی ازتون بزنه بیرون یعنی اینو الان میفهمیم از نظر تئوریک از نظر عملی یه داستان دیگه است که چجوری این کارو بکنین گفتنش آسونه هیچ راهی میتونم بهتون قول بدم در صد دویست سال آینده شاید نداشته باشیم که همچی کاری بکنیم ولی حداقل میتونیم باور کنیم پلازبله از نظر ریاضی از نظر فیزیک امروزی یک چیز متافیزیکی نیست یعنی اونم در حاشیه فیزیک امروزی که میفهمیم هست احتمالا چجوری عمل کرده چیه و تکنولوژیکی چجوری بهش برسید اون خیلی بحث پیچیده ایه. خیلی چیزا اینجوری بهتون میگم این فقط موتن مورد نیست انرژی های بالایی که تو استاندارد مدل هست مدل های ذرات بنیادی شما بخواین بعضیشو رو آزمایش کنین که معادل همون بیگ بنگه نیاز دارین شتاب دهنده با تکنولوژی امروزی درست کنین که سایز منظومی شمسیه نه تو سرن سرن 27 کیلومتره باید سایزش بکنین معادل مدار پلوتو یا نپتون با تکنولوژی امروزی یا سوپر و میدان مغناطیسی که امروز میتونیم تولید کنیم شتاب دهنده که لازم داریم بعد سایز منظومی شمسی باشه اصلا کنید چند نامفهومی حرف که بتونیم به اون انرژی برسیم پس چی یعنی عملی نیست دیگه ولی از نظر تئوریک شما بررسیش میکنین یعنی هیچ مشکل نداره چند تا صفر بیشتر میذارین غیر از اینه مگا الکترون ولت میشه گیگا الکترون ولت تر الکترون ولت پتا الکترون ولت اگزو الکترون ولت همینجوری میتونید صفر بذارین متو عملی میتونین انجام بدین نه برای همینه که با وقتی به اون موارد میرسیم فقط به کازمیک رای نگاه میکنیم دقت کردین الان یک خونه چرنکوف هست توی قطب جنوب یک سوراخ کردن تو یخ این دتکتورا رو تو عمق چند کیلومتری نصب کردن بغل هم مثل گرید اینو که بغل هم بذارین یه مکعب درست کردین از سلول های حس آشکار از, از چرنکوف البته از اون چرنکوف بدون چیه این آشکارسازا اگر تشعشعی که میاد بخوره به اینا با انرژی خیلی بالا دارم میگم از اینجا که اصلا غیر ممکن ما بتونیم درست کنیم از این دیتکتورها رو تحریک کنه میتونی یک با کامپیوتر پروس پروسسینگ بکنین یک تجسمی بکنین از مسیر تراجکتوری این ذرات که بعد انرژیشو تخمین بزنه نو پارتیکل چی بود و الو بلا. که ما تکنولوژیکی شاید نداشته باشیم ولی از نظر تئوریک خیلی قابلیت ها رو داریم الان ولی خب اون بشرهای ما الان بشری بشر نوع صفر هستیم این ترمی که میگن ما بشر نوع صفر این بشر نوع صفر انرژیشو از زمین به دست میاره بشر نوع یک مثلا نه زمین هم از... به دست نمیاریم نه نه اون نوع یکی اونی که شما میگه نوع یکیه ما نوع یک... صفریم بدلیم که ما فاصل فیولیم ما فقط حیوانات مرده رو میسوزونیم چیزی که میگن فاصل فیول مواد باکتری و دایناسور ها و چوبای درخت های مال میلیون ها سال پیشه که تلمبار شده زیر خاک تبدیل شده به مواد عالی سنگینتر پترولیومی که امروز مصرف کنید تو اتومبیلتون میریزین ماده زنده بوده یه زمانی یادمون نره فاسیل فیول که میگیم اینه <تصف> کول که میگین زغال سنگ زغال سنگ چیه کاربونه دیگه زغال سنگ سنگ نیست که شکل سنگ به نظر میاد سنگ نیست که کاربونه این به خاطر تصمیمات همین بیزنسمن مثل بله بله مورگن بله. بود که ما بریم نه به طرف نه به طرف یکم محتاطانه بحث کنیم به یک قسمتشونه من این کار نمی کنم که پترولیوم نقش صنعت پترولیوم تو تخریب نوآوری تو نیرو و انرژی ممکن... اصلا این کارش امکان پذیر نیست تا تونستن تخریب کردن هر موقع آه. که تونستن خب ولی یک سری محدودیت تکنولوژیکی هم هست مثلا شما بری استوریج خب انرژی استوریج باتری یه سیستم خیلی فوق العاده ما هنوز نداریم اتومبیل های برقی رو من بهتون یه پیش بینی گفتم قبلا به زمانی که درس میدادم اینو گفتم من 20 سال پیشم هم همینه هنوزم هم همینه 20 سال پیش من کلاسی داشتم بحث میکردم بهشون گفتم موتور الکتریکی افیشنسیش و جایگزینی نخواهد کرد مگر اینکه به یک مگا جول برسه بر کیلوگرم خب هنوز سود پوینت سه همونی که قبلا بود چون قبلا هم لیتیوم بود خب لیتیوم از زمان 90 به اینور نوبل هم گرفت طرفی که درستش کرد آقای اسمش گود سامثینگ اسمش یادم شیمیسته خانواده لیتیوم رو کشف کرد که خیلی باتری بهتر از نیکل کدمیوم و ایناست قبلا اگه یادتون باشه نیکل کدمیوم بود نیکاد خب مم. که سنگینه و خیلی هم بده و ریسایکلینگش پایینه و هزار بدبختی لیتیوم یک پتانسیل جدید بود که تمام تکنولوژی کامپیوتر و فون و همه چی رو عوض کرد اتومبیل هم جذبش اشکالش چی بود اشکالش این بود که بازم انرژی دنسیتی پایینه پوینت سه پوینت سه مگا جول بر کیلوگرم سوخت فسیلی پنجاه مگاژول بر کیلوگرمه یادتون نره مازوت کروسه کروسین جت ای که تو جت میریزین هواپیما با اون کار میکنن یا سوخت بنزین که گسولین که میریزین تو اتومبیلتون اینا نزدیک پنجاه مگاژوله بر کیلو یا بر لیتر بخواین تبدیل کنین معادل لیتر تقریبا 90 درصد دانسیته آبه خب تقریبا میشه همون لیتر لیتری حدود پنجاه مگا جول ت... خیلی تقریبی میگم پنجاه در مقایسه با پوینت 0.3 زیرو پوینت اصلا قابل مقایسه نیست و همزمان یه چیز جالب بهتون بگم سوخت فسیلی آخرین حرف نیست تو شیمی هیدروژن آخرشه هیدروژن صد و پنجاه مگا جوله یعنی سه برابر بنزین و گازوئیل و اینا انرژی دانسیته داره اگر شما اینجوری بهتون میگم من تو یکی از کنفرانس ها که دعوت بودم تو اتفاقا جای شما بود تو ونکوور برای یو بی سی تو قسمتی داره به نام ان National سی سی نشنال ریسرچ آف کانادا کانسل آف کانادا ان سی سی تو شعبه داره تو یو بی سی ما اونجا دعوت شده بودم اتومبیل هم نشونم دادن که با هیدروژن کار میکرد با فیول سل کیو دارم میگم سال 2004 5 فکر کنم 5 یا 6 اونجا یه سمینار داشتم بهم نشون دادن خب 500 مایل حرکت میکنه با یه تانک با گاز نه تازه مایع هم نیست گاز تحت فشاره هیدروژن تحت فشار 4500 5000 پی اس آی فشار داره یعنی اتومبیلتون تایر اتومبیل سی پی اس آی 4 پی اس آی فشار هیدرولیکیه که تو هواپیما و, و چیزای صنعتی به کار میبرن و خیلی فشار بالاییه تو کپسول خیلی رینفورس شده اون با گاز میتونست 500 مال حرکت کنه تصور کن 20 سال پیش دارم میگم هیچ اتومبیل امروزی تسلا و این حرفا 500 مال راه نمیره درک کردی؟ لیتیومی آخه باتری لیتیومه اون باتری چی بود؟ باتری هیدروجن. فیورسله یعنی سوخت رو هیدروژن رو میسوزونه با اکسیژن برق تولید میشه مستقیما برق رو به الکتروموتور رو حرکت میکنه یعنی برق همون لحظه که میخواین مصرف کنین تولید میکنین برخلاف سیستم های الکتروکمیکال مثل لیتیوم لیتیوم انرژی الکتریکی رو در ترکیب ریداکشن به وجود میاره تو قطباش قطب مثبت و منفیش موقعی که مصرفش میخواین میکنین تغییر شیمیایی که به وجود میارین اجازه میدین یونا با هم واکنش بدن برق اضافه تولید از چیز شرک... بیرونیش این موتورتون رو اجرا میکنه به کار میکنه با دوباره ترکیب میشه با دوباره برق بشه این ریسایکل میشه این پروسه برعکس میشه خب تو روش فیول سل اینجوری میسوزونینش هیدروژن رو با اکسیژن میسوزونین برق تولید میشه از طریق کاتالیتیک یه چیز ممبرین وسطش داره پروتون اکسچنج میکنه برق رو از الکترون از بیرون میره که میره تو مدارتون رو باش برق تولید میکنه این قابلیت اینجوری میگم ورای تمام چیزهایی که میفهمی حتی گازولین یعنی سوخت فسیلی رو شما سویچ کنیم به هیدروژن اکانومی سه برابر پتانسیل داریم همین الان با شیمی رو دارم میگم راجع به هسته‌ای و اصلا بحث نمی شیمیایی سه برابر پتانسیل داریم که بریم جلو با همین ظرفیت امروزی مونا یعنی همه چی عین هم فقط تبدیل کنیم به اقتصاد هیدروژنی خب نمی کنیم. نکردیم آیسلند است آیسلند کرده آیسلند به خاطر که ماگما داره برق خیلی مفتی از طریق جیوترمال میگیره تبدیلش میکنه به الکترولیسیس به هیدروژن هیدروژن رو مصرف میکنن و اونا کشور کشورن در این زمینه در زمینه استفاده کاملا نو فاسل فیول یعنی گرین اکانومی خب اقتصاد سبز کاملا عملیه مونتا بری به گوش جنوا کو ترامپ که میگه اصلا گرمازیش اصلا وجود نداره اینکه که دیگه اصلا به قول معروف مشکل عقلی داره یعنی اصلا خطرناکه از آبتون میگم اون نحوه تفکر خطراتش اینقدر زیاده که از میتونیم بگیم جنگ اتمی و اینا هم بدتر شاید باشه بلکه جنگ اتمی همه میفهمن میگه تو بمب بزنی اونم بزنه همه نابود میشیم یکم چیز ری... داره ری... 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 به قول معروف دیترین دیتر ایجاد میکنه شما اصلا نکن این کار رو تا الان هم دیدی هفتاد سال از زمان ناکاساکی و هیروشیما دیگه چیزی نشده دیگه به دلیل اینکه همه میدونن خطرش چقدر زیاده الان هم پوتین رو نگاه کن هیچ حرفشو میزنه ولی هیچ خیلی بعیده تاکتیکال نوک به کار ببره این آه؟ یه, یه،, یه چیزی هست یه بحثی هست که میگن اه ایلین ها مواظب که اتفاق نیفته و این این, انکانتر هم که بوده به خاطر این بوده که اومدن و شاید جلوی این چیزها رو بگیرن امیدوارم این باشه ولی امیدتون رو به ایلین ها نذارین اگر اگر همچین کانفلیکتی به وجود بیاد مطمئن باشه آخر انتهای این تمدنه من راستش فهم می‌کنم ایلیان ها اگه وجود هم داشته باشن چون ما رو به وجود آوردن هیچ وقت خودشون رو نشون نمیدن یعنی مثل خدا میمونه نه ببین اصلا خو... بحث این نیست که خودشون رو نشون بدن یا ندارن دائما میرن میان که اصلا به ما کاری ندارن شما وقتی داری قدم میزنی تو چمنت به ها زیاد توجه نداری داری نداری <applause> اینتلیجنس intelligence ما اصلا باستشون تعریف شده نیست. اصلا اصلا مطرح نیست بخون بخون بحثی داد ب... <تصفح> میگم اصلا حتی مورچه رو ولش کن یه سنجاب تو پارکاتون تو تورنتو بودم پر از رنگش با مال ما فرق میکنه کم سیاتر مال شما <تصفح> آره بزرگم میشه آره بزرگ خیلی هم <تصفح> خیلی پرمدان جلو راه میبنده یه چیزی من بخورم اونا رو تو تصور کن بهت علاقه مندی نشون میدن تو چقدر توجه بهشون داری هیچ نه زیاد جدی نمیگیرید میگیری نمیگیری تو تصور کن اگر مقیاس ما با الینا در اون حد باشه بازم بهمون کار ندارن زمان کاری هم ندارن ببینیمشون یا نبینیمشون ولی با همون کانتکت نمیدن میدونی چی میگم دلیل نداره تو نمیری مثلا جرابست با حتی سگت که مثلا دوستش هم داری نمیری بحث فیزیک کوانتومی باش بکنی با میکنی نمیکنی معنی نداره درسته در نتیجه باید یک علائمی ما نشون بدیم در آینده نه الان الان که نیستیم الان بدویم در آینده اگر علائمی نشون بدیم که یک یک بقول معروف یک رگه ای از تمدن درمون هست از فهم و شعور شاید تمایل داشته باشن با اون ارتباط برقرار کنن ولی در حال حاضر امکانش صفره تق... تقریبا میتونم بگم صفره برای که خیلی بدوی هستیم یعنی حتی با مقیاس انسانی هم بدوی هستیم نه فراموش کن راجبه به هم خدامون به درک اخلاقیمون به اون میگه که به عنوان یک مجموعه هنوز به معیارهای اخلاقی که خودمون هم بهش واقف هستیم نرسیدیم این نیست که بگیم یه مقیاس دیگر رو هنوز استانداردهای اونا رو نتونستیم به دست بید. اون که اصلا هیچ ماورا ماست فعلا. ولی حتی با استانداردهای امروزی مون هم اگر فرهنگا رو نگاه کنی یا تمدنا و اخلاقیاتی که مطرح شده ما اونم حتی پس نمی کنیم بدوی از اونم هستیم یک آرمان ها و ایدال های خودمون داریم که میدونیم هنوز نرسیدیم بهش چه برسه به که مال یکی دیگه است برای خیلی بعیده که مثلا سعی کنن با ما مستقیما در ارتباط باشن ولی اینی که گفتی من باور شخصی اینه که اولا که فوق دنیا شلوختر از اونی که فکر میکنی این یک به دلیل چی میگم؟ به دلیل شیر نامبر خب یه زمانی بود میگفتن اصلا سیاره وجود نداره زمان من یادم سی سال پیش اصلا کسی باورش به سیاره فرا سیاره نبود برای چی؟ برای که مشاهده پذیر نبود خب 25 سال پیش یه آقای یه ایده تست کرد که اگر یه سیاره از بغل ستارش رد بشه اگر تلسکوپتون قوی باشه یکی هم فلاکچویشن تو نور این ایجاد میشه چون سایه میکنه جلوشو بعد تست کرد شد چند تا سیاره رو کشف کرد و از اون موقع تا الان هزاران سیاره فرازمینی کشف شده همشون تو بردای کم ها یعنی تو شاه صد سال نوری مثلا چون اگر بیشتر فاصله داشته باشن که اصلا امکان پذیر نیست ببینین دیگه خب خود ستاره رو به زور میبینی چه برسه به این سیاره بخواد یه چیز ریزی از بغلش رد بشه چی و مثلا بخواد تشخیص با اندازه های امروزی ما قابل پ... اصلا امکان پذیر نیست ولی همونجور که اشاره کردم سپیس وب تلسکوپ جیمز وب این تو باند مادون قرمز کار میکنه خب عمدن عمدن اینو تو باند مادون قرمز درست کردن با کوتینگ گلد طلاس. این توی منطقه مید انفرارد و انفرارد نگاه میکنه خوبی این چیه؟ خوبیش اینه که ارگانیک، مواد ارگانیک بای های شیمیایی تکنولوژیکی یا بیولوژیکی توی باند مادون قرمز جذب دارن درست؟ برد. وقتی جذب دارن شما اگر به منابع نوری خاصی نگاه میکنی یه سری خطا توش نیست متوجه میشی چیه اونجا یه گازی هست یه گازی که تو میشناسی او مثلا CO2 CO2 گاز کربونیک دیاکسید کربن ناشی از پسماند با پس ارگانیکه چون انسانه که مثلا یا درخت اکسیژن رو مصرف میکنی متابولایزش میکنی که باش به سوخت بسوزونی گندو و بسوزونی CO2 رو پس میدی به طور طبیعی سی او زیاد نیست تو به طور طبیعی درست نمیشه ارگانیکی درست میشه تا اونجا که آشنا هستیم خب تو اگر مقدار اتمسفری که سی او تو توی جای خیلی بالا باشه یعنی یه چیز ربط داره به چیز ارگانیک یکی از شانساش اینه یا مواد دیگه نایتروس اکساید نمیدونم آمونیاک نمیدونم چی چی آب آب که خیلی مهمه میدونی که چیزی که ما میفهمیم که بدون آب مفهوم حیاتی که ما میفهمیم کار نمیکنه خب از زمین هم قبل از اینکه این شاب سنگ با آب وارد زمین کنن زمین حیات معنی نداشته رو کره زمین مذاب بوده و یه سری چیزا گازهای سمی سولفوریک و اینا که از زمین میاد ساطع میشه خیلی وایلنت و چیز بوده کره زمین این فاز سرسبز و آبی رنگش رو نگاه نکنین یه فازی داشته که خیلی وحشتناک بوده فاز اولیش خب در اوایل وجود اومدنش بسیار سیاره عجیب غریبی بوده از نظر سطحی اصلا غیر قابل سکونت بوده کاملا این بعدا که آب وارد شد باسه شاب سنگ با و اینا اکوسیستم به وجود اومده و بعد موجود زیستی به وجود اومده و, و بله حالا همین اتفاقات اگر جای دیگه پیش بیاد ما میتونیم چیکار کنیم با میادون قرمز اینو تشخیص بدیم بنابراین در بوردی رو که جیمز وب میبینه شاید ما بتونیم در یک فضای خیلی بزرگتر اگر جستجوی کافی بکنیم عواملی رو پیدا کنیم که نشون دهنده اون ایندیکیتورا و علائم اون آ... چی میگن اون متریکایی هم که میدونیم حیات اون حیات مشابه ما ها نه جورای سیلیکونی رو نمیگم هم مثل خودمون کربونی دی ان ای و فلان اینو اگر بتونین اون سیگنچرها رو پیدا کنین جای دیگه چی میشه میتونیم بگیم آها اون لحظه ای که این واقعیت برای اون مهرز میشه که آقا ما تنها نیستیم حیات مطلقا وابسته به کره زمین نیست کره زمین فقط یه نمونه است یه نمونه خیلی معمولی هم هست اینو یادمون نره کره زمین متعلق به یک منظومه ستاره بسیار معمولیه ستاره به نام خورشید که میگیم یک کتوله زرده که خیلی متداوله بریم آسمون نگاه کنیم پر از این مدل مدلای مدل های متنوع دیگه هم هست چوله کتوله سفید و نمیدونم مول قرمز و فعله و بلا هزار جور جونور هست از نو ستاره منظورمه شنیدم این نوع کتوله زردی که متداول ترینشه بلکه یه سایز خیلی معمولی خیلی عمر طولانی داره این نکته جالبش اینه ستاره که خیلی درشتن عمر کوتاه داره خب بهش میگن جاینت جاینت ستارز دی لیف لان سی میلیون سال به سوپر نوا تبدیل میشن منفجر میشن بلکه خیلی بزرگن خب ستاره های کوچیک هم خیلی چیه این ناشی از انتهای سایکل هن. مثلا کتوله سفید همین آینده ستاره خودمونه نهایتا به کتوله سفید تبدیل میشه و تا ابد در همجوری میسوزه خب چیز هستهیش هیچ وقت به نه سوپرنوا تبدیل میشه نه به سیاه چاله این س... ستاره هیچ وقت به اون حالت تبدیل میشه کوچیکه مقیاسش از نظر چاندرسخار برید نگاه کنید کوچیکه چاندرسخار اینو کشف کرد اصلا میدونست که معادلش رو که بنویسین متوجه می باید حداقل سه و نیم برابر جرم خورشید باشین تا بتونین تو آستانه باشین که یه چیز دیگه بشین مثلا تبدیل بشین به سیاه چاله و و اینا این بله نمیشه این این ستاره اونجوری نیست ستاره خیلی متعارفیه خیلی متعادله تغییر ناگهانی نمیکنه تنها چیزی که برای ما خطریه در آینده اینه که به قول سر قرمز تبدیل میشه و بزرگ میشه باد میکنه چون انرژی داخلیش رو مصرف کرده میره به سمت کربن و آهن و اینا به تیفش به سمت قرمز میزنه و بزرگ میشه انرژی داخلیش که کم بشه باد کنه بزرگیش به حدی میرسه که قبلش زمین رو میسوزونه این میدونیم اینو مریخ احتمالا جون در میبره برای اینکه دورتره ولی زمین تقریبا میتونیم بگیم به طور قطعی میتونیم بگیم با سایزی که تخمین میزنیم زمین دیگه زمین نخواهد بود یعنی قطعی میتونیم بگیم زمینی نخواهد بود در آینده خب میلیون ها سال از حالا سا نه که الان مثلا در آینده نزدیک نیست میلیون ها سال طول می کشه به اون نقطه برسیم ولی میرسیم آینده ما نابودی مطلقه اگر روی این سیاره بمونیم بنابراین یه چیز منطقی ازش نتیجه گیری خواهیم کرد تمدن بشری اگر قرار باشه ادامه پیدا کنه رو کره زمین نخواهد بود مطلق اینو میتونیم بگین فرا زمینی خواهد بود حالا همین داستانو من به صورت ایتراتیو میتونم بهتون جور دیگه بگم میلیون ها سال, سال پیش یه سیاره دیگه یه ستاره دیگه همین جورو کرده فکر کنی ساکنین چیکار کردن نشستن فکر کردن خب بذار بمیریم دیگه درک آه؟ نه درسته چی میانزورمه فرازمینی بودن اساس حیاته فرا دروست. سیاره ای بودن اساس حیاته اگر قرار انتشار پیدا کنه یعنی برو برگرد نداره آه. یعنی انکار ناپذیره اگر قرار ادامه پیدا کنه پید. اگر میخوای بمیری خب میمیری دیگه اون که بحث راجع افراد منظورم نیست گونه رو میگم یه گونه هوشمند اگر قرار بمونه باید فرازمینی یا فرا, و فرا باشه مطلق اینو میتونیم بگیم خب بادوان. و میتونینم بر اساس حالت استقرایی بگین که این اتفاق در گذشتم پیش اومده کی گفته الان پیش اومده ما 13 و هش بیلیون سال از بیگ بنگ میگذره ده بیلیون سال حداقل میتونیم بگین در دوازده بیلیون سال کهکشان هست تو کل... کل کائنات مرئی بنابراین چه دلیلی داره که فقط چهار بیلیون سال که این اتفاق افتاده کی میگه یعنی آماری هم بخواش بهش کنه احمقانه است بخواد یکی فکر کنه که فقط ما این اتفاقات برای ما افتاده این اتفاقات میلیون میلیارد تا سال قبل هم اتفاق افتاده خب من بخوام all things equal. یعنی به صورت پروببلیستیک بهش نگاه کنم آماری اتفاقات آماری هیچ گونه بایاس نباید داشته باشه هیچ دلیل نداره ما این به قول چی میگن یک تافته جدا ای هستیم که فقط این تاریخ اتفاق افتادیم نه اتفاقا محتمل ترین حالت اینه که این از زمانی که ستاره های میون سایز درست شده مثل همین کتوله زردی که بهتون میگم مثل خورشید یا همساله هم تازه من مورد ویژه رو نمیگم که مثلا یک انامالی حساب میشن مثلا یک جونورایی که در یک فشار دیگه کار میکنن در یک تشهشو دیگه کار اونا رو ولش کن فقط راجع به رپلیکیشن خودمون میگم مثل خودمون این میلیارد ها سال پیش میتونسته اتفاق بیفته و شده به نظر من و, خب؟ و وقتی شده اونها این مسیر تمدن رو طی کردن میلیاردها سال قبل نه الان تصورش بکن اونا کجا الان از نظر تمدن وقتی میگم میلیاردها سال جلوتر از ما نه میلیون ها سال یا هزار سال اینهایی رو که یه چیزی دیگه بگم تو اینایی که ببینید دور و هستن اینا محلی هم محله یامونن روز من راجع به کهکشان اندرومدا هم حتی صحبت نمیکنم که بغل دستمونه گوشمون سه میلیون سال نوری با اون فاصله جز خانواده کهکشانی خودمونه اونم نمیگم تازه اون سه میلیون سال نوری دوره یه کهکشان دیگه است من تو منطقه موزه خودمون تو کهکشان شیری تو یک یکی از این بازواشیم تو بازو خارجیش هستیم بری نگاه کنی نقشه شو یه توی چیز دوری از مرکز کهکشان دوریم ما برای اینکه ما اون اشکالات سوپر بلک هول ما نداریم ما دوریم خیلی دوریم تو شاخه یکی از بازوهای این کهکشانیم تو فرض کن همین منطقه توی شعاع 100 200 سال نوری ببین چه ترافیکیه فقط این تیکش رو دارم میگم و به هیچ جای دیگه حرف نمیزنم این همه علیه اینا یعنی از نظر تمدنی شاید حول و های ما خودمونن مثلا بگو مثلا ده هزار سال با هم اختلاف داریم عده اکثر مثلا خب نه میلیارد ها سال میتونی تصور کنی چی میگم یعنی باید انتظار داشته باشه خیلی موجودات ماورای این حرف هم هست که اصلا قابل درک اصلا جزء به قول نمونه که شما ارائه کردی خداگونن خب به تمام معنی کلمه خداگونن برای مقیاس ما خب خدا به مفهوم خدای مطلق که اصلا مفهوم نیست برای ما خب برای فقط از تکنولوژیکی ورای این چیزی که ما هستیم خب در یه مقیاسی که گفتیم ما تمدن یک و دو سه مال آقای فریمن دایسون خب تمدن سه رو اون میگه دیگه بیشتر از تمدن سه من دیگه نمیفهمم چیه تمدن سه اینترگلکتیک ها یعنی میتونه در لحظه اراده کنه که هکشان کنه و یه یه ورم هول درست کنه بره تو یه یونیورس دیگه خب بر اساس تز آقای فریمن دایسون حالا تمدن چهار چیه ما چه میدونیم چی اصلا جز درکمون نیست بخوام مثلا چی بگیم چی دیگه آخرین حدش اینه که با تئوریا که میفهمیم یه چیزی رو اکستراپولیت بکنیم درسته ماورا اون دیگه نمیتونیم چی بگیم خود مفهوم زمان تو دقت کن مفهوم زمان رو چقدر میفهمیم هیچی زمان رو فقط به کار میبریم زمان رو نمیفهمیم خود زمان به نظر من یکی از معضلات درک انسانیه زمان من... فیلم فیلم اینترستلار فکر کنم نشون داده بود که میرفت توی ورم و زمان و اتاقها رو پشت سر هم هی میدید بله بله نه اون, اون همون نسبت عامه اونو که من میگم تون ببین زمان وقتی میگم نه نسبت عام نه کوانتوم مکانیک نه فیل تیوری هیچ کدوم از اینها زمان رو توضیح نمیدن خب زمان رو فرض میگیرن برای اون خیلی تخیلی بود اون فیلم هم. نه اصلا به تخیلش کار ندارم اون بعد اتفاقا با کیپتون مشاوره کرده بودن کیپتون کسیه که فیزیکدانیه که نوبل گرفت روی امواج گرانشی از ام. دانشگاه کلتک یکی از فیزیکدانه معروف تو نسبیته نسبیت زمان رو توصیف نمیکنه خود زمان چیه زمان رو استفاده میکنه توی تئوری منسجم که مخلوطش میکنه با خود فضا میشه زمان فضا زمان اینکه که توضیح دادم به برنامه من برای نسبیت هم مثلا توضیح دادم اینا رو فضا زمان چاربودی چیزی که آنشتن به وجود آورد بر اساس تئوری ریاضی ریمان برنات ریمان خودش درست نکرده این ریاضیاتو ریاضیات ریمانه 80 سال 60 سال قبل از آنشتن تو قرن 19 اینو نوشته و تئوری ریمانه مونتا آنشتن کاری که کرد این تئوری رو به کار برد یاد گرفت به وسیله همکارش هم کلاسش مارس گروسمن اگه بدون کیه دان معروف سوئیسیه که بهش آموزش داد جبر رو چیز هندسه ریمانی رو یاد داد که بتونه تو تئوریش به کار ببره میدونست چی میخواد ها ببین اشتباه رو نکنین میدونست چی میخواد دنبال یه ریاضیاتی بود که به دردش بخوره رفت یاد گرفت به زحمت ده سال طول کشید پیر کردش برین عکسش رو نگاه کنین قبل از نسبیت عام و بعد از نسبیت اون یه مرد پیر... پیر به نظر میاد بعد از اینکه رو تموم کرد ده سال عمرشو به قول خودش بزرگترین دستاورد علمی و فکریش نسبیت عامه و مچالش کرد میتونم بهتون بگم من تاریخچهشو خوندم چند بار اشتباه کرد چند بار یه اشتباهات تئوری رو ارائه داد بعد فهمید اشتباه کرده بعد تو سالهای آخرش 6 شیش ماه قبل از اینکه انتشارش بده رفت گوتینگن پیش دیوید هیلبرت متوجه شو همه رو نوشته یک اوجبه ریاضی بود هیلبرت خب همه اینا رو نوشته رو بود معادلات میدان رو نزدیک و سکته کنه همونجا که آقا من ده سال خودمون کشتم این بشر همین رو بلده <تصفح> به خاطر چی بلکه ریاضی بلد نبود برخلاف اون که مردم دارن برداشتی که مردم عمومی دارن اینکه فکر کنم خیلی ریاضیش خوب بوده ریاضی اتفاقا خیلی خوب نبوده ریاضی بلد نبوده چیز استادش به نام هرمان مینکافسکی اگه بدون کیه که من راجع به ریاضیات مینکافسکی توضیح دادم خب که هزار فن زمان چه جوری منحرف میشه اون مخروط فضا زمان چیه اون مینکوفسکی اونو درست کرده تو هزار هفت بعد از نسبیت خاص یه دفعه توی کنفرانس بهش گفت گفت تو من به تو گفتم سگ تنبل از بس که کار نمی کردی جا کلک میزدی میرفتی از کلاس ها بیرون نمیومدی کار کنی میرفتی دلدلی و دختربازی و از این کارا هم کردی حالا یه دفعه نسبیت تئوری نسبیت دادی <تصفح> 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 یه آدم اینطوری بوده تصور نکنین مثلا از این آدم های خیلی پرکاری که مثلا بلد همین در سر نمره عالی میگیره و نه 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 اینطوری نبوده اصلا نه از بچگیش نه دو دور دانشگاهش اما اینا براتون باید جالب باشه میدونی چی میگم چون شخصیتی مثل امرا تسلا رو بحث کردیم تسلا اونی رو که خیال میکنین نیست خب شخصیتی کارایی که کرده رو میبینین مشخصه نسبیت رو میدونین چیه نسبیت هم اونی که امروز میخونین اون نسبیتی نیست که انشتن نوشته اینقدر روش پردازش شده و کار شده و تمیز شده مثلا دیگه خود هنشان شاید به خونه الان میگه ای چرا جوریه معادلاتش چرا اینجوری جوریه نوشتین ای میدونی چه میخوام بگم خیلی اصلاح شده خیلی تمیز شده خیلی چیزا کتاب ها کاری که کوانتومی رو اون مال مدل شرودینگر یا هایزنبرگ رو به خونه اصلا گیج میشین میگه چی میگه این اصلا این کتاب های امروزی اصلا اون نیست اصلا کلی ریسایکل شده رینو شده روش کار شده یه جوری تا بهتر بنویسن ریچارد فاینمن دیگه عجوبه بود تو این کار دیگه کتابای های رو برین نگاه کنین اصلا همه چیز یه جور دیگه است یه بوده سلبریتی بوده بیشتر دیگه مالو مالو مالو. نه اصلا غیر از سلبریتیش کتاب داره سه تا جلد کتاب داره تو تمام فیزیکه خب لکچرز فیزیکس فیزیکس من دارم این نسخه شو اینجا این کتاب همه اینا رو توضیح میده با فرم جدید و اه نحوه اجرا نحوه بیان اصلا تغییر کرده با اونی که یارو خودش اون مختره و مکتشف اولیه کردی یکی نیست تغییر میکنه اصلاح میشه الان برق ایسی که میگیم مصرف میکنیم تمام چیزا همونیه که تسلا درست کرد نه اصولشونه ولی خیلی ما پیشیده تره الان موتور الکتریکی تو ت... چیز موتور اتومبیل تسلا به کار میره اینداکشن موتوره خب این اندکشن موتور خیلی سرکتش نگاه کنید این کامپیوتر بزرگه چجوری میشه بعد این چه ربطی به اون داره ریشهش اونه ولی خب یه چیز دیگه هست دیگه تکنولوژی تغییر میکنه اون بهینه سازی اصلا انقدر موضوع گسترده ای که شما مهندسی مدرن لازم دارین تا به اون نقطه برسین فقط صرف اصول نیست باید خیلی چیزها رو رعایت کنین و دقیقا برمیگرده به اون اصل قبلی که گفتمتون تکنولوژی لیتیومی چرا تغییر نکرده؟ برای اینکه ت... چیز تکنیکیش نیست که باتری رو این شکلی درست کنی یا اون شکلی 15 16 40 باشه یا هم چی چی باشه تسلا دیدین که یه مدل بزرگترش کرده سرش هم اومده هم آورده که مثلا جریان بیشتر ازش بتونه بکشه بدون که داغ بشه از این حرفا این این منظور من نی. این یه قسمت داستانی یه قسمت اینه که شیمی لیتیومی رو تغییر بدین به هیدروژنی مثلا اون اون چیز اساسی علمیه که اونو به زو به زاهدگی به وجود نمیاد زیاد خیلی زحمت میخواد خیلی اکتشافات مهم لازمه انجام بشه تا به اون نقطه برسید وقتی میشه بریک ترو انجام میشه یه دفعه شما وارد یک فاز جدید میشین عین این جی پی, تی. جی پی تی ده سال پیش راجع به پی پی حرف میزدی شما نه در حال که ساختارهای ریاضیش به وسیله جفری هینتون و شاگرداش تو تورنتو در بلد. اون زمان درست شده همین جدجی بیتی که بینید دوتا صد شاگرده همینن آقای هنتون تو تورانتو تو تورنتو تورانتو بوده میدونیم که میشناسی هم شهریتونه از گوگل اومد بیرون خب مهم. چرا اومد بیرون به خاطر ترسش بود که آقای یه مسیر دیگه, دیگه داره میره اصلا یه چیز دیگه شد چرا برای که قابل پیش بینی نبود خود این بشر که خودش میگم یکی از مولدای این سیستمه پایه‌گذاراشه برای شوکه است میگه ایلان, تیاره. ماسک هم جزء اولین سرمایه اوپن ای, ای آی بوده دارست. آره نه اون فرق کنه اون سرمایه داره سرمایه دار با متفکر فرق کنه شما پول تو میتونی هر جوری خرج کنه اون ربطی نداره آها. دیدگاه باشا. داره میدونی چه میگم ماسک فردی با اتیتود و دیدگاه یه دیدگاه داره برای خودش درسته دیدگاهش این بود که آقا برای هوش مصنوعی دو تا کار باید کرد یک خودمون رو کنیم به صورت بایونیک که به نظر من محمل مزخرفه که چیپ بذارم تو سرم این اصلا خیلی من که نمیکنم حالا شما رو نمیدونم این یکی اپل... میشه... اپل, اگه درست کرده من میذارم نه نه نورولینک نی... نی... درست میکنه اپل نکرده نورولینک درست کرده نورولینک کمپانی ایشونه خب درسته و برای کوادروپلیجیک پرو... ممکنه خوب باشه مثلا یکی حاضر بشه این کارو بکنه که فلجشو از بین ببره بتونه این به به دست بیاره ولی برای آدم سالم سرتون رو جراحی کنین یه چیز بذارین تو کلتون من نمیکنم این آپدیت yeah. کردن هاردوری به نظر من خیلی اشتباهه ما هنوز خیلی تکنولوژیمون سطحی یک بخوام چی کاری بکنیم و اثرات ثانویاش خیلی خطرناکه شما هک میشی اون وقت yeah. بعد یاد نره به من که الکترونیکی بشی میشه حکت کرد من مغز تو هک کنم هارد هاردوری بعد ما به کی داریم صحبت میکنیم شمای در کار نیستی دیگه یادت نره اینو ولی حداقل مثلا باید یه چند سال بگذره تا اصلا در تکنولوژی امروزی نیست این کار به دلیل خطراتش مثل جرم لاین ببین کریسپر رو ده سال الان ما کریسپر داریم نوبل گرفت خانم دودنا جنفر دودنا نوبل گرفت و دیگه معجزه تکنولوژی بیولوژیکیه که شما ورد ادیتینگ رو با جین بکنی و کریسپر یاد توضیح دادم این راجبی این رو خود این خانم و افراد مشابهش گفتن آقا این خطرناک نکنین اینو برای جرم لاین این اصلا ممنوعه این کار برای سوماتیک فقط استفاده میشه برای اینکه اراده ژنتیکی رو مثلا در یه مورد فرد خاص بتونن کنترل کنن که اون هم تازه محدودیت هایی هست ولی جرم لاین اگر بکنین اصلا مفهوم انسانی رو دستکاری کردین چینیا کردن زود ترمینیت کردن دو تا دوقلو دختر دوقلو درست کردن اچ آی وی ایمیون بودن یادتونه شو؟ بله ژنتیکی بله ژنتیکی جرم لاین بودن اونا بعد اختار بهشون دادن گفتن آقا نکنین کار غلطه شما دارین اصلا یک جونور جدید درست کردین بعد آیندهش معلوم نیست چی بشه خودشون دوزارشون افتاد این کار خطرناک این بازی خطرناکیه با جینوم برای که آگاهی ما نداریم به تمام زوایای های اثرات این تغییرات جرم لاین که به وراستی میرسه به نسل بعد و جرم لاین که میگم منظور اینه سوماتیک یعنی فقط شما جرم لاین یعنی که تمام نسل بعد از شما همشون اون ژن خواهند داشت این اصلا اختلال ایجاد میکنه تو جین پول چون چیز طبیعی نیست یکی انترونشن کرده یه چیز جدید روش گذاشته حالا باید. این چیز هاردوری اثرات جانبیش خیلی زیاده برای اون چیزی که گین میکنی اگر یکی فلج باشه خب اون میصرفه براش اره آدم سالم رو بخواین دستکارش اینجوری بکنین خیلی خطرناکه این یکی از فاکتورهایی بود که اشاره کرد یکی فاکتور دیگهش این بود که ای آی رو آزاد نگه دارین. که اوپن ای درست کرد سرمایه گذاری کرد که بعد اونها گروه دیرک، دیرکتیوشون چیز کرد تغییر کرد و اینو انداختنش بیرون یه جوری دکش کردن که نیست الان اوپن ای آی فور پرافته. و این اتفاقات که میبینین افتاده اینا همش خارج از اون چیز برداشتی بود که ماسک داشت از اول از یه جهت دیگه رفته میتونیم بگین خب هینتون برای گوگل کار میکرد البته گوگل یه تاثیر مستقیم با این ای اوپن داره چون مال خودشون یه چیزی که بارت یه چیز اونا دارن که با همین یه مشابه همین سیستم لارج لنگویج مدل و با اونا هم کاریم کرد و یه نقطه رسید پارسال یکی از مهندساشون گفت این اصلا این کانشسنس داره که اخراجش کردن نمیدونم شنیده بودین این خیلی اون موقع عجیب بود ولی الان دیگه عجیب نیست خوب آخه ببین اونا خیلی اطلاعات بیشتری از موضوع دارن میدونن د... بقول قول من زیر کابوت رو دو میدونن چی اون زیر under the hood چی چی هست آه. متوجه چی میگم بعد فلاکچویشن ها شو دیدن یه مثال بهتون گفتم که مو برادر من سیخ میکنه وقتی فکر میکنم بهش زبان بنگالی رو خودش کشف کرده یه مثال دارم میگم ها. هیچ آموزش یاد... ندادن یاد گرفته از کسایی که از سوال... هیچ که یاد نگرفته خودش کشفش کرده آخه باید نگاه ببین نک یادت نره ما ورودی خروجی توی شبکه عصبی خب ما بهش داده میدیم اون داده جوابش خروجی ها رو به صورت بک پروپاگیشن حل میکنه تا ببینه نتورک باید چی باشه این روششه خب هنتون هم یکی از این پایگزاره همین متوده دیگه همون توکنایز کردن دیگه که نه Back آه, okay. تنظیم شبکه است بر اساس خروجی داده ها یه داده های ورودی داریم همیشه خب یه اینپوت داریم یه تصویر مثلا یه صدا فلان و یه خروجی معنی داریم که چی میخوای از این نتیجه بگیری ارتباط اینکه این به این بشه وان تو وان کورلیشن از طریق شبکه وزن شبکه‌ایه می ویت بهش میگن که میزان پالسیشن یا ترانزیشن که سلول های عصبی انجام میدن بر اساس یک آستانه اون آستانه ها اجاستبل میشه تمازیادش کرد ویتشه اون ضریب وزنیشه دبلیو شه خب این ذرایب نمیدونی چنده ذرایب کی بدونه چنده چجوری چی میدونی چیه من یه مدل من خودم درست کردم که پتنتش کردم منطقه اون نورومورفیکه یعنی هاردویره سافتویر نیست از طریق جریان الکتریکی خودش نوداش اندازه میگیره مستقیمه بک پروپگیت نمیکنه خب این مدل هایی که سافتوری هستن باید بک پروپگیت کنن یعنی چی جواب خروجیش یه جوری به صورت منتشر بشه به داخل با مقایسه بشه با ورودی ارور رو کم کنین هی hey, ریسایکل کنین تا ارور به مینیمم برسه یه حد قابل قبول خب بعد چندین ریسایکل این کاری که میکنی شبکه ترین شده بهش میگن آموزش دید حالا درست حالا جا. یه ورودی جدید بهش میدی خروجی مطلوب بد میده مثل مدل غیر ترین شده نیست دیگه بهش عکس گربه نشون میدی فوری میگه گربه است نمیگه سگه آها شد این تا اینجاش خوبه این فقط بر اساس کنترل من بود من اینتروین کردم بهش هی ترینش دادم دیتا بهش دادم دیتا خروجی رو بهش گفتم اینه ها یه چیز دیگه نیست ها. این گربه است خب یه حالت دیگه هم هست حالت دیگه اینه که خودش دیتا مصنوعی درست کنه به دیتای خروجیش نگاه کنه خودش رو تمرین بده <تصحیح> <آه>. <تصحیح> این کارم میتونه بکنه خودش با خودش صحبت خودش با خودش جرابه هست داره آه. اتفاقا در الگوریتم جی پی تی این هست یه دوالتی هست یه دوالتی مشاهدگر و آزمایش کننده آزمایشگر آه. این هست تو الگوریتمش هست یعنی خودش رو هی چک میکنه هی میگه که هی راستی راجب این چی فکر میکنی هی میگه آه اینه هی به خودش جروه داره میکنه ای هم میکنه تازه دوچه توهم هم میشه حالا فکر نمیکنید این همون اولوشن و ما درصد ا... کنترل شده هست منتا از کربون بیس لایف مثلا تبدیل میشه آه. به خوش آه. و ما،, ما شاید منقرض بشیم ما ما واسطه ایم اینجا ما کاتالیست هستیم دقیق کردین و ما کاتالیستیم یعنی چی یعنی میتونیم بگیم به یک نوعی الزام اق... چیز ادراک و عقلی یک نوع انتقال از بیولوژی به فرابیولوژیه به نوع سیلیکونیه مثلا خب چون ما هفتاد و شیش در هفتاد و چند درصد آبیم یه محلول با چیز کیسه است تو سلولامون و مولکول ور میرن و این چیز براونین موشن دارن و این ویدیو یه چیز نوبل رو نگاه کنین دیوید نوبل دقیقا اینو میگه ما یه چیز ناشی یه محلولیم یه محلول داره با خودش واکنش با میده و خیلی کیاتیکه و آشوبناک هر دفعه یه چیزی انجام میده نویز داره کریتیو هم ناشی از همون این اختراعات و اکتشافات هم ناشی از همین فلکچویشن های اتمیه که در داخلمون سلولی اتفاق داره میفته مولکولی داره اتفاق میفته همین اون حرفا به کنار متد الگوریتمیک که به طور مستقیم نتیجه میده و قطعی هم نتیجه میده و هیچی هم یادش نمیره بیولوژیکی نیست نوع سیلیکونیه میدونیم اینو درسته با ارور کورکشن هم حتی فلکچویشن های سیلیکونی رو هم برطرف کردیم چرا برای اینکه هدفمند هستیم تصادفی این کارو نکردیم عقلی این کارو کردیم دقیقا میدونستیم چی میخوایم تو ارور کورکشن من صدای منو به این واضوح میشنوید پر از نویزه ولی شما نویز رو نمیشنوید. چرا الان ببینید صدای شما تو سپیکر من میاد نویز کانسلیشن داره چرا برای اینکه به صورت اکتیو نگاه میکنه صدای بلنگوی من تو میکروفون من سپرس بشه عمدی این کارو میکنه اگه نکنه جوی جیغ میکشه نکردی؟ چرا جیق نمیکشه؟ برای اینکه اکتیوه فیدبک داره این سیستم های فیدبک دار تو طبیعت بیولوژیکی هم هست تو سیستم های مصنوعی که ما درست کردیم همش حساب شده است یعنی هیچ چیز رو به حساب تس... تخ... تصادف نذاشتیم همه چی رو حساب شده انجام دادیم خودتون میتونید نجیگیری خیلی منطقی بکنید که آقا سیستمی رو که ما داریم درست میکنیم از خودمون بهتره از خیلی ها بهتره از نظر افیشنسی هنوز به درجه ما نرسه به هیچ وجه بلکه ما مولکولیم اینا چیپای ماسفت و این چیزا هنوز تکنولوژی چیز دیگه است ولی اگر اون محدودیت رو به کنار بذارین کوانتوم کامپیوترز مثلا نه کوانتوم کامپیوتر که نوزش به تمام بدتره کوانتوم کامپیوتر اساس مشکلش همین نویزه نویز دیکوهرنسشه چرا که نمیتونین درستش کنین در مقیاس بزرگ بدی دیکوهرنسه و مدل های ماکروسکوپی که داریم الان ترانزیستور که الان تو چیپ اینتل و اینا هست اینا تو ستیت مشخصن کوانتومی نیستن کلاسیکن چرا اینطوری درستش کردیم برای که نمیخوایم تغییر کنه نمیخوایم بولین الجبرا رو منکر بشه یه چیز دیگه یه فلیپ بکنه یه چپ یه چیز دیگه بده اون چرت و این تصویر منو به هم میزنه این تصویر اتنتیسیتیش صدای من اتنتیسیتیش به این دلیله چون قابل تکراره از اساس درک ما بر اساس علم ما تکرار پذیریه اگه قرار بود هر لحظه یه جوری نشونت بده یه چرت و پرت اون علم آگاهی نیست دیگه نویزه دلیل تکرار پذیری و ریلایبیلیتیه که ضریب به قول معروف قابل قبول بودن و قابل اعتماد بودن اطلاعات چقدر بالا باشه اینو با فیدبک درست کردیم نمیتونه بدون فیدبک بشه الان هایی که من دارم میفرستم تو استریمی که دارم میفرستم پر از چرت و پردم روش هست مون با کرکشن ارور کرکشن رو تسلیح میکنه برش میگردونه به چی به اون سیگنال اصلی این تکنیک ها اگر نبود اصلا مخابرات بی معنی بود میدونی زمان کلاد شنن که اصلا میتونیم که اوجوبه که تمام تمدن مخابرات بر اساس کار اونه و جالبه بگم تز فوق لیسانسش بوده نه پی اشتیش <تصفح> 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 معروف معروفترین تز فوق لیسانس تمام تاریخه هیچ کس در عمرش در طول تاریخ انسانیت در زمانی که بخوایم فوق لیسانس بدن من راجع به زمان گالیله نمیگم خب در تاریخ مدرن شما کسی ندارین که فوق لیسانسش در این حد تاثیر بذاره رو کل تمدن انسانی غیر از آقای کلاود شنن یه امریکایی نیویورک که زنده بود کنم تا الان هم هست نه ولی یه تمام مفهوم باینری که چجوری این انتروپی روی سیگنال تاثیر میذاره و نویز چجوری میفته و چجوری میتونی کنترلش کنی رو ایشون حل کرد توی تز فوق لیسانس بخون راجبش یک عجوبه است باید بدون را... رو... اگر چیزی راجع به کامپیوتر بفرمید بفهمین باید حتما آقای شنان هم بدونین راجبش کلاد شنان خب و این که ما الان به این سمت داریم میریم به خاطر همین ضریب اطمینانه وقتی شما سی ان سی براتون یه قطعه درست میکنه و یه تراشکار حرف ای یه قطعه درست میکنه کدومش قبلا یه زمانی بود هیچ کس نمیتونه مح... مشابه یه تراشکار حرفه‌ای یه چیز درست کنه خب الان میتونی این حرفو بزنی نه الان روباتا و اوش... چیزای سی با دقت یک هزارم و زیر یک هزارم اینچ درست میکنه یه چیزی رو همش هم همونو درست میکنه فردام همونو درست میکنه پس فردام همونو درست میکنه قطعه این هم در میاد کوی آدم به من نشون میده کاری بتونه بکنه یه روز خسته یه روز سیگارشو میخواد بکشه یه روز پشتش میخوره نمیدونم یه روز با زنش دعوا کنه چی... 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 اصلا قابل مقایسه نیست میتونید تصور کنید چی میگم اصلا دوتا چیز ما اصلا دو تا مختلفن چیز ارگانیکی هیچ وقت هدفش این نیست که تا اون درجه دقت باشه تو مسئله حداقل یه ذره اختلال توش همیشه داره جهش میکنه نمیدونم تک، تکامل اصلا تکامل داروینی برای این اساسه برای این نوساناتشه اگر نوسان نمی بود صد درصد در درست, درست میکرد همیشه یه جور ما هنوز باکتری بودیم درسته دلیل این نوساناتی که باز شده این تنوع وجود کیاس اصلا کیاس کیاس و فیدبک فیدبک و, کیاس, کیاس, و اصلاً کیاس،, کیاس ناشی از فیدبکه دقت میکنه که آس توی لوپ وقتی غیر خطی عمل میکنه غیر قابل پیش بینی میشه کاتیک میشه که ناشی از لوپه بدون لوپ شما نمیتونی که داشته باشی ایتراتیوه هی بعد به تو خودش اه. و وقتی میچرخه یک ذره مثل خودش نیست دیگه و اون باترفلای افکت به وجود میاد که میدونیم بله راجع صحبت کرده بودیم بله بله اینه که این عاقبت همون حرف بسیار زیبایی که زدی اینه که شاید امیدوارم این نباشه چون مفهوم ما هضم میشه یه نوع سلف پرزرویشنی در کار نیست اینجا مفهوم فقط عقلی در کاره یعنی مفهوم عقل از بین نخواهد رفت اگر اینجوری بکنیم فکر کنیم ولی به فرم جدید به یک منفست جدید تبدیل میشه که بیس سیلیکونی داره نه بیس کاربونی اگر اینطور بشه آه. ما نخواهیم بود دیگه ما یه موجودت جدید رو زمین خواهد بود امیدوارم نباشه ولی اینکه ما حداقل در پرنسپال در اون اصول اولیه یک چیز خودشیفتگی و یک بقای خودی داریم یعنی همه موجود زنده دارند نمیخوایم خودمون رو اتوماتیک حذف کنیم ولی روالی رو که داریم میریم جلو اگر ادامه پیدا کنه بعید به نظر نمیاد که این ورژن جدیدی از موجودیت عقلی از ما به جلو بزنه هیچ دلیل نداره بر محدوده ما باشه چرا باید محدود به ما باشه هیچ چیزی می مگه مشکلش فقط انرژیتیکه که اونم حل میتونه بشه محدودیت نداره بعد تو سر آدم باشه میتونه کلاود باشه میتونه شبکه سیاره ای باشه من اینو بستش دادم یه دفعه ماکسیمومی که میتونه باشه یک کامپیوتر در سطح این سیاره است ماکسیمومی که میتونه باشه وا. درسته وا. یک شبکه عصبی سیاره ای باش سیستم همین نورو چیزه این رو ساتلایت که این فرستاده این کارو خیلی هم عملی کرده چه <تص> بگو اسمش نور چی؟ استارلینک استارلینک <ESPN2> مال ماسکه خب این دو سه هزار تا چیز فرستاده به حدی زیاد کرده که چین صداش در من گفت شما ترافیکی جد کردید تو هوا ما موشک میخوام بفرستیم هوا کدو بفرستیم با یکی از این چیزهای شما برخور میکنه بکنه شلوغش کرده ولی میخوام بهت بگم از نظر تئوریک اصلا چیز غیر برای من نیست که فکر کنم در یه آینده نه خیلی دور یک شبکه عصبی سیاره ای داشته باشیم مهم. که یک هوش متعلق به کل کره زمینه در مقیاس کره زمین به هم, هم وصلن همشون با تاخیر زمانی چند دهم ثانیه به خاطر که سرعت نور رو نمیتون کاری بکنی از اینجا که شبکه عصبی یه سیگنال بده چند دهم ثانیه طول میکشه بس اون ور کره زمین غیر از اینه ولی غیر از اون هیچ محدودیتی که نیست محدودیتی کهش انرژیه که سلول خورشیدی حتما میدونین نور خورشید بوده یک و دو دهم کیلووات بر متر مربع ها حتی اگر فرکشنش هم در نظر بگیریم مثلا 600 وات بر متر مربع که خیلی منطقیه میتونیم بکنیم شما میتونی بگیم انفینیت انرژی اختیار هوش مصنوعی هست میگم رپلیکیشن هم درست کنه یه کارخونه سیلیکونی که خودش فوتوولتایک درست کنه اتوماتیک سلف رپلیکیشنش باعث میشه هر جا کم میاره هی یه hey, شبکه چیز نوری درست میکنه که انرژیشو جبران کنه خودش خودش, خودش. بعدی خودش رو درست میکنه دقیقا, دقیقاً. سلف اساس کاره به دلیل که ببینید وقتی آرکیتکچر نرم افزاری داره اصلاح میکنه از نظر ساختاری چه داره داره محدودیت به فقط نرم افزار باشه ما خودمون الان سی ان سی به کار میبریم خودمون لیتوگرافی روش های طراحیمون همه اتوماتیکه هیچی رو آدم درست نمیکنه تو خیلی میکنی چیپی رو که درست میکنه آدم درست کرده اصلا اینطور نیست شبکه اصلا درک آدم جا نمیده من مدار چاپی دیدم من زمانی که خودم مدار درست میکردم یه لایه و دو لایه بود یکی بالا بود یکی پایین با فوتو درست میکردم چه مکافاتی توی فروس باید بریزی حل کنی از این کسایت کاری ها خب مدار درست کنم دبیرستان الان مدارای استاندارد 16 لایه است مثلا خب سرفس مانت هم هست که زیر میکروسکوپ بعد قطعات رو بذاری میک... قطعات رو نگاه نمیدونم دیدی ترانزیستور و مقاومت و خازن رو چقدر یه من الان روی تلفنتو رو نگاه کن اگر قرار بود مثل قطعات قدیمی مثلا 20 -30 سال پیش باشه این تلفنت باید معادل یک کمود بزرگ باشه چجوری میتونی تو این, این سایج جاش بدی؟ آه؟ اصلا دست آدم قابلیت این کار رو نداره سرفسمان کردم زیر میکروسکوپ چه مکافات داره با دست بکنی تو صنعت چینیا فکر کنی با آدم این کارو میکنن رباتیک همش میخوام بهتون نتیجه کنم که همین الانش نمیگم آینده همین الانش یک سری تکنولوژی هایی که امروز داریم با انسان درست نشده خب با آه. ماشین درست شده ماشین هوشمند خب حالا تصورش بکنیم به یه نقطه برسیم که عقلی به اون نقطه برسه که بخواد سلف ریپیر سلف رپلیکیشن این کارا رو بکنه ایرادای خودشو رو هاردوری رو برطرف کنه نیاز به تکنیسیان نباشه به پاش باشه او اینجاش مدارش فلان اوورهیت کرده یه سویچ کن برد در بیار برد دیگه بزن یه دونه مثل این uh, آمازون ای ویر چیزا استوریجا دیدی ربات میره میکشه بیرون میذاره تو جعبه میبره اون میبره اصلا آدمی تو کار نیست آدمه یه درچ برچسب میزنه در چیزش که <تصفح> <تصفح> بفرسته بگه ما کارمندم داریم زمنام. اونو برای خالدم عریزه است آدم نیاز نداره همین الان آمازون فولی اتوماتیده میدونی قیمت تو از چه جوری میخوای پایین نگهداری اگه آدم بش توش که هیچی فاجعه آدم فقط رو راننده که میاره دم خونم میره بستر میذاره عکس میگیره او او بسته چی میگم این دنیای واقعی امروزی مونه نه آینده همین الان اینجوریه و اینجوری بوده ممکنه تو تصویر ذهنی نبوده رباتیک الان درست نشده رباتیک از دهه 60 ربات خیلی پیشرفته بوده روسا میدون داشتن امریکایی داشتن ژاپنیا داشتن یک سری چیزای خاصی که الان تو جو این اینترنت اومده و همه شلوم اوه واو نه بابا بوده اینا سایبرنتیک هفتاد هشتاد ساله میدونیم راجبش سایبرنتیک ریشه های اصلیش فیدبک و ماکسول اختراع کرده جیمز کلارک مکسول همین که الکتروری رو درست کرد روی سایبرنتیک هم کار کرده نه ما <تص> ماکسویل, بود. ماکسویل یک چیز پدیده ای بوده تو سایبرنتیک این مسئله فیدبک رو این مطرح کرده اصلا که بعدا هی hey, ما به کار بردیم و هی hey, بیشتر فهمیدیم که او چقدر این مهمه تو همه چیزا میخوام بهتون بگم علم این جهتی که داره میره یه چیزی نیست همین دیشب درست شده این یه روندی بوده که خیلی سالهاست داره اتفاق میفته منتها الان به نقاط عطف رسیده به اون اینکرژنش این چیزش اینفلکشنش رسیده که یه دفعه اینجوری به صورت نمایی میزنه بالا ما همون لحظه ایم الان تا قبلش صاف بود هیچ تفاوتی نمایی ها ببین نمایی جالبی نمایی اینه دیگه حالت اکسپوننشیال یه مدتی به نظر میاد یه نواختی هیچ تغییر خاصی نمیشه دو نمایی ها یه دفعه اون نقطه کلیدیش که میرسه فاکتورش از یک بزرگتر میشه یه دفعه چی میشه میزنه بالا پس جینی اوت آف باتل نبوده بیشتر نه, نه،, 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 نه. دیگه غیر قابل غیر قابل هم نیست نه هم غیر قابل جلوگیری هم نیست همون که هینتون هم خودش گفته با اینکه کشید بیرون باز جس کرد خودش ولی میدونه که این قطع نمیشه این نمیشه رشد میکنه ولی حرفش جالبه حرفش هم شنیدی یا نه گفت چیزی که گفت که واقعا منو لرزون گفت من با سالها پیش تصورم بود که هوش مصنوعی به من ادراک میده که مغز رو بفهمم هدفش این بوده اصلا این چیز علاقه اصلیش مغزه نه هوش مصنوعی بعد به این نتیجه که آقا من قرار اون رو بفهمم بعد یه چیز درست کنم شبیهش این رو خودم درست کردم میدونم چیه و از رو مقایسه بگم آقا اون چیه پس نیده چی میگم اینو فایمن هم گفته گفته اگر میخوای یه چیز رو بفهمی درستش کن اول آه. اگر نمیتونی درستش کنی نمیفهمی هنوز یه شنیدین زربان سر از ریچارد فاینمن اینو گفته من باور دارم ده. کاری که هنزان باشه دلی تجربهش کنی فهمی که بهت میده هزاران بار بیشتر از یه چهار تا فرمول رو یاد بگیری و یه چیز بخونی یه جایی دوباره قرقره قیر کنی و پس بدی اون به در مفت نمیارزه هیچ کم بهت شغلی نمیده آزم نه یادتون بشه شغل رو به کسانی میدن که کار... یا... کارایی دارن میتونی کاری رو انجام بدن این برای اونایی که دوستانی که میخوان کار بکنن کارای تخصصی یادون بمونه یه چیزی رو واقعا مهارتی رو برین کسب کنین چه تئوری باشه چه عملی باشه مهارت رو یاد بگیرین خیلی مهمه من خودم اینو به شما میگم برای که تجربه شخصی خودمه من زمانی باورم بود که من هیچی رو بلد نیستم پیچدم دارم هیچی رو بلد نیستم یک یک دوت خیلی عجیبی بهم دست داده بود در این نقطه پایینم در نقطه خیلی پایینم یه احساس کردم آقا من هیچ چی خاصی رو بلد نیستم چرا اینجوریه البته درست نبود یک حالت پسیمیستیک و منفی بود در اون نقطه خیلی پایین خودم ولی آه. حسی رو که به امداد این بود که آقا یه چیز مهارت تو یاد بگیر فوکاس کن رو اون اون س... چیزای جانبی رو بذار کنار این میتونی به نتیجه برسی حرفی برای گفتن داری اگر به اون نقطه برسی تو هر زمینه ای اصلا کار نداری چه زمینه ای هر زمینه این جلو میری پیشرفت میکنی به خصوص شغل برای زندگیت بخوای یه زندگی خوبی داشته باشی دنیای امروزی هی جا داره کمتر و کمتر میشه با این هوشمندی که باید واضح برات باشه هی کارا محدودتر و محدودتر میشه در آینده ما با بیکاری مواجه خواهیم بود بلکه قسمت عمده جمعیت نمیتونه مهارت جدید پیدا کنه توانایی شو نداره و زحمت هم نمیخواد بکشه یه تنبلی عمومی وجود اومده تو امریکا تو اروپا تو همه جهان همه زود همه چی رو میخوان نمیفهمم که آقا زجر رو اذیت داره بعضی چیزا تو به راحتی ریاضیات یاد نمیگیری ریاضیات جزء مغزه ولی مغز تو باید ترین کنی این نیست که همینجوری من راجع به حساب تنسوری بهت بگم همین دو سالی بعدش هم بلدی نه خیر اینطور نیست بعد بری زحمت بکشی یه این از پنبر از گوش در بیار فکر کنه آبک همجوری زودی همه چی رو بلدی نه خیلی اینطوری نیست تجربه طولانی میخواد میگم انشتن تقریبا سکته کرد تا نسبت آمو درست کنه پیر شد اصلا یه فردی دیگه بود ده سال طول کشید براش خب بعد شما میخواید چی چی بگی چی اون که اون قول علمی اون قد زحمت کشه شما چیکار کردی برای یه کاری که میخوای بکنی بعد زحمت بکشید هیچ چاره ای نداری نورال نتورک بر اساس تمرینه شبکه عصبی مغز باشه یا شبکه کامپیوتر باشه بعد هی تمرین کنه من تا کامپیوتر خسته نمیشه ما خسته میشیم تنبلی داریم میخوایم اله کنیم بله کنیم نمی کنیم کامپیوتر اینطوری نیست کامپیوتر میگم با خودش جرا و میکنه دائما که این شده که میبینی جی پی تی بگذاریم هر... خیلی ممنون هم... بله خیلی متشکرم تنوع بسیار به برنامه و اگر صحبتی نیست من نمیدونم الان چند چقدر شد فکر کنم منزه کافی برای امروز صحبت کردیم دو ساعت و سی دقیقه شده ببخشید من, من... بله از داریم خب خیلی خوشحال شدم با گوشی زنگ, زنگ زده بودم نمیتونستم خواهش می‌کنم نه لوت کردین شما از تورنتو هستین بعد لوت کنین اگر اشکال نداره بفرمایید زمینه ف... چیه شما من بک‌گراندم سافت‌ور انجینیرینگ بسیار بل... بل... ولی خیلی جدیدن دارم راجع به ای آی و اینا مطالعه کنم و بیشتر بیشتر حالا فعلا خیلی نگران نیستم راجع چون فکر میکنم که بالاخره یه چیزای هیومن تاچ مهمه توش بله ولی بسیار محدود میشه نرم افزار میتونیم بگیم مطلق در بر... یکی از پیشروهای این زمینه از انگلستان بود من انترویوش رو گوشتم گفت پنج سال بیشتر رنجش نیست دیگه کوتاه مدته نرم افزار به اون چیزی او که انسان رو به مفهوم مستقیم نیاز داشته باشن تو پنج سال آینده کم،, 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 رنگ میشه بلکه الان اوش من تستش کردم شما نمیدونم تستش کردی یعنی نه برنامه می برات برنامه رو خیلی خوب مینویسه یعنی چیزی که یادش نمی ره رو که یادش نمی اما رو بهتر از من بلده سینتکس یه زبان رو الگوریتمیک و سترکچرال هنوز به خوبی آدم نیست منتها با یه ذره هینت و کمک میتونه خیلی برنامه خوب برات بنویسه الان باش کار بکنی میتونی به مرتبه از برنامه که خودت مینویسی بهتر بشی یعنی از خودت نه. بهتر میتونی بشی خب ولی برای فعلی زمان الانه در پنج سال آینده به دوری این رشد میکنه در میگم آخر امسال جی پی تی پنج بیاد بیرون اون دیگه میره تو فضای ویچور ریالیتی و اینا هم حتی فضا سازی بتونه بکنه و ایمیج پروسسینگ و این کارا اصلا روی فاز جدید میشیم در پنج سال آینده به حدی خواهد شد که قابلیت هاش صد درصد سرپس میکنه آدمو برای حداقل نرم افزار من برای زمین های دیگه رو نمیدونم در نتیجه سعی کن تا میتونی به نظر من البته میگم بیرون پیشنهاد تا میتونی ای آی رو یاد بگیر چون اگر اونو تخصص داشته باشی نمیتونن بگن بیخیالت میدونی چی میگم چون من متخصص اونم هستم برای مشکل نداره من در تقویتش کار میکنم یا برای کاربرد ای آی توی زمینه خاص مثل بینسازی سازی مثل طراحی چون ده. کمپانی میدونی که تو این زمینه ها معمولا ای آی رو برای خود ای آی نمیخوان ای آی برای یه کاری میخوان ام. برای جانشین مثلا تو کار طراحی مهندسی هوش مصنوعی بهت کمک میکنه کار طراح رو بهتر انجام بدی غیر از اینه تو کارهای دیگه هم همینه اگر تو اون زمین ها بری اون همیشه روی اون موج سواری دوباره یا yeah, من... you can't beat them, join them Exactly, exactly. <تصفح> منطقه حالا آیندهش به کدوم سمت میره اتفاقا به نظر من اگر جز به جوین بکنی بیشتر اینفلوئنس داری تو اگر کنار واستی اگر جوین بکنی اون وقت اگر به نقطه بتونی برسی از تخصص که خودت مطرح بشی میتونی ایده های خودتو بدی که سعی کنی شنونده پیدا کنی بگی هی hey, اینجوری بهتره ها ببین ما نمیتونیم همش بشیم کنار بگیم خب یکی درست میکنه دیگه میکن. یه موقع میرسه به یه نقطه میرسی خود از مهارت که به نجیب میسی خودت میتونه اون کنتریبیتر اصلی تو باشی کی گفته و یکی دیگه باشه من چه اشکال در من باشم اگه به با اون نقطه برسی اون وقت میتونه جهت رو بچرخونه آقای کنتون به نجیب که خیر حرفم تمون نشد اون اونو فقط بگم که وقتم بیشتر نگیرم گفتش که من هدف این بود که مغز آدم رو بیشتر بفهمم بعد این چندین سال و از شواهدی که دیدم بر اساس رشد غیر خطی که کرد به نظر میگم نه آقا اشتباه فکر کردم ما چیزی که تو مغز رو میخوایم بفهمیم این سرپس کرده اون اصلا اون مشکلات مغزی رو نداره به مراتب قابلیتش بیشتره بر اساس یه گفته هینتون رو میگم و هینتون باورشه که ساختاری که ما الان رو شبکه مصنوعی گذاشتیم اون راندمانش بهتر از مغز بیولوژیکیه در نتیجه ترسید گفت در نتیجه اگر این ادامه پیدا کنه از ما سرپس میشه اصلا شک نکن در این بلکه بهتر از ماست از نظر از ساختاری طراحی شده که بهتر از ما باشه برای این چه انتظار داری که مشابه ما بمونه وقتی اون خداگاهیش بتونه هی تو لوپ ریکرشن هی ریکر نتورک هی خودشو اصلاح کنه دیگه اصلا نمیتونی قابل پیش بینی نخواهد بود که ببینی چی هست بعد اون وقت با اون تیکش رو ندونی چی کار میخواد بکنه اون وقت خطریه برای اینکه اون وقت ممکنه با تو دو دوزه بازی کنه ببین هوشمند که باشه تو این قانون این طبیعی ها دو تا کرکتر در نظر که یکیش باهوشه که کم اخته نهایتا باهوشه دامینیت میکنه کم اختره رو غیر از اینه درست میگم؟ اگر اینه و ما به این سمت داریم میریم در یه نقطه باید تصور کنیم که حتی به نظر میاد که داره با ما همکاری میکنه به و داره به و داره با ما کار میکنه برای خوبی ما ولی باید در نظر که حرفی که من زدم شاید درست باشه ما پتش هستیم دیگه در اون نقطه داره ما رو دست میماله رو سرمون نازی باری که الله خوبه بیا یه کوکی بد میده یه چیز مثلا احساس رضایتمندی بکنید اینه ولی اون چیز فکر اصلیشو هیچ وقت تو دیگه نمیتونی بخونی چون ماورای ما خواهد بود و این خطرناکه و آقای هینتون کاملا به درستی رو تشخیص داده به نظر من متا اینکه خودش هم میگه اقرار میکنه که میگه متاسفانه من نقشی نخ... و غیر از آگاهی دادن نقشی نمیتونم داشته باشم ولی سیستم کاپیتالیستی به مسیرش ادامه خواهد داد برای اینکه هدف آدم نیست هدف اون ماشینری اقتصادی که جلو بره با راندمان بالاتر و تروپوت بیشتر که هیچ سود برسه به اون سرمایه‌داری اصلی بله آخه فقط هم جی پی تی نیست باز اون لاما هست نمیدونم پی ال بله اینا همش الگوریتمای مشابهه بله اینو یعنی حتی اگه مثلا تو آمریکا هم جلوش گرفته باشه باز توی چین یا توی اتفاقا همونه <applause> برای که اونا اون اون محدودیت‌های چیزام حتی نه ره. شاید مدلای خیلی میسچوسش uh, رو درست کنن مثلا یه مدل درست کنن که بیاد تو انتخابات 24 بیاد سیخ بکنه یه uh, بیشتر از میدیایی که تو 2016 دیدی برای ترامپ چه داستانی درست شد یا مم. 2020 چقدر مسخره بازی و کیوانان و مزخرفات درست شد بحث. این بچه میخورن و نمیدونم چیکار کار میکنن الو بلو مردم دنبالشون میرن اینش بیشتر برای من حیرت آورد تو اون چرت و پرتای هوش برای اینکه مردم ببین گالبلیتی آدما به کجا رسیده که یه ویدیو میبینن زوری اوه oh, او oh, مای گاد دنبالش میدونن این تیکه خطرناکه که با هوش مصنوعی صد بار خطرناکتره برای اینکه یه جوری میکنه که اصلا حتی احساس نکنیم مصنوعی من خودم بعضی وقتا تصاویر رو میبینم و ویدیوهای میذارم نمون تست کردی چیز گرافیکی رو تست کردم من اصلا واقعا اصلا دهنت میشه چجوری درست کرد؟ کار کردم باش مثلا دیتابیس های مختلف رو گفتم و هم درست کن همه رو دقیقا لیاوت دیتابیس رو میگه چجوری درست کن یعنی اون بکن سیستم رو دیگه چیز کرده کاملا برده گرفته میمونه فرانتند که حالا فرانتند باز فکر کنم یه ذره الان بهتره چون که خیلی ریزه کاری زیاد داره یعنی اینجوری که توی یک سردوم ثانیه بگی فرانتند رو درست کن واسه همین درست میگین بله بازم باید تصور بکنی این تو دو سال پیش من به دینا رو میگفتم باورم کردی <applause> نه راستش میره همون چیزه اون مورچه و دیگه چی گفتین سنجاب و مثلا این حیوان های ابتدایی بله. میمون ها هستیم دیگه میمون که موشک هوا کردیم و این این, این چیز جدید اینتلیجنت تر از ماست و ما هم همون ما هم همون موجودات هستیم یعنی یا کنار هم زندگی میکنیم یا اینکه میتونه حتی فکر کنه که ما واسهش خطرناکیم و ما رو نابود کنه یا اینکه اصلا با ما رشد کنه آره در مفهوم انرژی که با ما رقابت داره اون که بحث نداره اصلا من یکی از برنامه‌ام گفتم این نهایت کانفلیکت ما در سر انرژی خواهد بود بعدی که ما به انرژی نیاز داریم اونا به انرژی نیاز دارن راهی نداره غیر از این میدید چی میگم انرژی هم محدوده ما اگر به ترمونوکلیر نرسیم ترمونوکلیر ریاکتور منظورم مثل آیتر ایتر تو فرانسه یا جای دیگه آه. این آه، ترمونوکلیر بهترین راه برای آینده انرژی متا در دسترس نیست هنوز شاید هوش مصنوعی کمک کنون به دست بیاریم ولی در حال حاضر سلو خورشیدی میتونیم بگی یا م... چیز جیوترمال روش های تمیزیه که الان وجود داره در دسترسن و برای اون منبع محدودی داریم در نتیجه اگر اینا هی مصرف انرژیشون در سطح زمین بالا بره الان میدونید 20 درصد سرورها برق مصرف کنند در جهان میشه باور کنی 20 درصد برق خالص جهان صرف سرورها میشه الان آه. چه بیت کوین کش کنن چه کار دیگه بکنن 20 درصد انرژی این بی نظیره حالا تو تصور کن این هی جی پی تی روش کنه خب به پورشنی رو که این مصرف کنه زیاد میشه از اون صد درصدی که داره تولید میشه ما محدودیت محتض... انرژی داریم نوکلیر رکتورهایی که الان داریم کونه است خیلی هم مخالف ساخت نیکتور جدیدن از نوع پروتونیوم یا اورونیومی بنابراین محدود انرژی داریم فسیل فیول هم که میدونید با گرمایش زمین هم خونی نداره بنابراین خیلی نمیکنن یا نمیخوان بکنن اینی که آینده انرژی مشکل داریم در آینده با هوش مصنوعی ولی خل... ب... ب... اضافه بر اون من فکر کنم یه مشکلی که داریم اینه که اگر قابل درک برامون نباشند به پت تبدیل بشیم بعد سرنوشتمون دست ما نیست دیگه ببین پت یه مشکلی که داره اینه بلا مشکل نه همه تنبل بشیم کار نکنیم زندگیمون هم بگذره غذات هم بدن همه چی هم آماده ب... ببین برای چی کار میکنی اصلا کجای طبیعت نوشته باید کار کنی دیدی تایونا کار کنن نه <تصفح> ما این فرمولیه <تصفح> که ما از قرن 19 درست رعیت ها رو را اردن شهرها با نیروی بخار کارگرشون کردن این سیستم تفکر تمدن امروزی از اون زمان شروع شد بری ساعت بزنی از هشت تا پنج یا چهار کار کنی بری خونه از این حرفا این سیستم رو طراحی کردن بخت برای اینکه نیروی کاری نیاز بود فرض کن در یه زمان این دیگه تموم بشه بعد تو خونه بشینی مثل همین کاری که ماسک میگه یه دو سه هزار دلار همیشه باید پول واریز بشه که زندگیت بچرخه نشنال اینکام بهش میگن خب و ای... هم همین کارا رو بکنه مشکل نیست یعنی هیچ اتفاق خاصی نمیفته ولی یه مشکلی که هست اینه که وقتی به اون زاویه وارد بشیم این که چه سرنوشتی در انتظار اونم قابل درک نیست بستگی به این که در مرسی این جونور هستیم که نظر چیه در حال حاضر ممکنه پت باشیم بعد یه زمانی هم پت تو دیدی که یوتنایز میکنی وقتی میبینی مثلا خیلی در بوداغونه یوتنایزش میکنن کردی چی میگم خب دیگه در اختیار ما نیست دیگه پت که دیگه. و یه نگرانی نگرانی دیگه هم من دارم اینو بهت بگم اضافه بر حرفایی که صحبت شد زمانی که ایلینا تشخیص دادن ای آی در یه رشد خوب رسیده کاندید بهتریه برای معاشرت یا کمیونیکیشن در آدم آه. درست میگم اگه فکر بهش بکنی هم اولا گلوباله وقتی بیای با شبکه رادیویی بهش وصل بشی با کلاود یه هوش قوی تر فوری میتونه باشه لینک اپ بکنه و شروع کنم با هم تون دوتون تون جرواز کنن اوه راستی okay, خوب خوبه من اینجوری هم اونجوری به مراتب از درک آدم بهتر میشه اون وقت بنابراین ارتباطش امکان ارتباطیش با هوش فرازمینی به مراتب آسان تره بخون فکر کنی اون فکر کنم پیش شرط اولین رابطه کانتکته <applause> که ما اینفراستراکچر هوش مصنوعی اون به یه سطحی برسه که اونا به دردشون بخوره ولی اونجوری بشه احتمالا برقرار میشه ارتباط من اون کتابی رو هم که براتون پست کردم همینو گفته ها به یه نوع در لفافه نه دقیقا این حرفایی که میزنم نگفته ولی یه حالتشو گفته که به نظر من بچه مشترکی داره با این حرفایی که الان زدم کتاب اون حامیان بشر یا یه چیزی Uh, Allah, Human, Human, Allies of Humanity uh, کتابشو دیدین آره برگردونش هم کرده به فارسی برای دوستان که فارسیش هم بتونم ببینن بله در صورت من دیگه فکر کنم کافی بسته برای امروز خیلی خوشحالم کردی متین جان متین درست میگم بله بله اول فکر کنم مارتینه بعد دیدم آر نداره اینو من همه جور وریشنش رو شنیدم مارتین بعضیا میگن میتین میتین سی معنی دیگه اونم بد نیست وقتی میخواین برید چیز دیت بد بعد خیلی فرانکو استریت فورورد یعنی ما دیگه گوش میدیم به شما که حرف سپاس گذارم خیلی خوشحالم کردی ممنون اگه امری فرمایشی نیست برنامه رو پایان بدیم و اگه سوالی هم داشتین همیشه اون گفتگو رو که گفتم تو رو اونجا لینک رو بفرستی یا پست کنی خوشحال میشم بله عالی ده. بود آره سپاس امری فرمایشی باشه ممنون متشکرم روزتون بخیر خیلی خوشحال شدم ملحق به برنامه هفته خوبی داشته باشید قربون شما شما هم شما بفرم.